سلام خدا، سلام دانش آموزان عزیز، داوطلبان کنکور 1401. من خسرو محمدزاده هستم و همکارم سلام رئوف مهرا هستم. انشاءالله امروز از استودیوی موزیکال کلاسینو در خدمتتون هستیم جهت آموزش مباحثی جهت راهیابی شما به طرح نکته و تست کلاسینو یعنی TNT. میخوایم امروز فصل اول از کتاب ریاضی و آمار یعنی سال دهم مبحث معادله درجه دوم و به دنبال اون معادلات گویا رو با هم یه کار بکنیم. هدف از این دوره‌های آموزشی هم که در جریان هستید اینکه شما به کمک این جلسات آماده بشید برای جلسات آنلاین نکته و تست ما. بریم آقای مهرخا شروع کنیم ببینیم که چی داریم توی این جلسه با بچه‌ها کار. معادله درجه دوم. برای حل معادله درجه دوم اول ما باید با ظاهر معادله درجه دوم آشنا بشیم. یک معادله درجه دوم استاندارد به فرم AX دو به علاوه BX به علاوه C مساوی صفر هست که A و B و C ضرایب عددی هستن، حقیقی هستن، هر عددی میتونن باشن، مثبت، منفی، کسری، اعشاری، رادیکالی، هرچی که به ذهنت میرسه. فقط A باید مخالف صفر باشه، یعنی ضریب X2 نمیتونه صفر باشه. B و C میتونن صفر باشن ولی A نمیتونه صفر باشه. چرا آقای مرخا؟ ببین اگه A صفر باشه، صفر ضرب در هر چیزی کلا صفر میشه، این از بین میره، ظاهرش دیگه اصلا درجه دو نیست، کلا به هم میره. پس ما چون داریم در مورد معادله درجه دوم صحبت میکنیم، حتما باید جمله درجه دوم داشته باشیم. برای این A نمیتونه صفر باشه ولی B و C میتونن مقدار صفر رو اختیار بکنن. آقای مرخا، ما هر نکته‌ای که قراره یک معادله درجه دوم اجرا بکنیم، هر روش تشریحی که بخوایم اجرا بکنیم، هر تکنیکی که بخوایم به کار ببریم، لازمه که معادله درجه دوم رو ابتدا خوب بشناسیم و مرتبش بکنیم و ضرایب A و B و C رو بتونیم پیدا بکنیم. خیلی خوب، بیاید بریم ببینیم تو این مثال‌هایی که من نوشتم میتونیم A و B و C رو پیدا بکنیم یا نه. 6 سوال 10 تا برای 8 مساوی است. من مخصوصا فرم استاندارد رو از تصویر خارج کردم که ببینم تو بلدون هست یا نه. این معادله اول 6 سوال 10 تا برای 8 مساوی است استاندارد هست یا نیست؟ بله، به فرم استاندارد نوشته شده. بله، جمله درجه دوم، جمله درجه اول و ضریب ثابت. خیلی خوب، حالا که استاندارد هست بیاد ببینم A و B و C رو میتونیم تشخیص بدیم یا نه. قلم که دارین بفرمایید. A کدومه؟ A ضریب X2 بود، یعنی الان 3 میشه اینجا A. بسیار خوب. B هم ضریب X بود، حالت استاندارد، و ضریب ثابت یا عدد ثابتی که آخر هستم C. گاهی اوقات به دانش آموز میگیم A چیه؟ میگه آقا این 3X2 A، درست داره میگه؟ A فقط ضریبش، اصلا X2 جمله درجه دومه، اما ضریب X2 رو ما بهش میگیم A. اینا خیلی مهمه دیگه شما که میدونی، بعدن که ما میخوایم سری نکات و تکنیکا رو بگیم، حتما باید A و B و C رو درست تشخیص بدیم. حالا من اینو بنویسم، پس آمون شد 3، بیمون شد 10 و سیمون شد 8. بسم الله، بفرمایید آقای مرخا. A B C. الان بازم ما جمله X2 رو پیدا میکنیم، ضریبش M. جمله X رو پیدا میکنیم، ضریبش 2M منهای 1. همه این ضریبشه و این منفی 5، حواستون باشه منفی 5 هم میشه عدد ثابتی که ما اونجا، یعنی الان ما میتونیم بگیم که آمون کیه؟ M. بیمون چیه؟ 2M منهای 1. و سیمون چیه؟ منفی 5. بهتون افتخار میکنم. بفرمایید. خب الان برای معادله بعدی ببینید، بازم بچه ها این منفی همون منفی 1 دیگه، 1 رو ننوشته. آه ما منفی 1، بی ما آه. بچه ها این ابهام ایجاد نشه، ضریب X اینه. حالا اگه آ نوشته میخواد شما رو گول بزنه. اینا شیطنتای طراح ها از این کارا میکنه، تقریبا تو تمام کنکور ما اینا داریم. مثلا به اون جایی که ما بهش میگیم بی میاد میذاره آ، اون حرف مهم نیستش که اون حرف در واقع اومده جای بی قرار گرفته. پس بیمون رو معرفی کردین، سی چی؟ و جملاتی هم که هیچ ایکسی ندارن و ضریب ثابت محسوب میشن سه منهای آ هست. عجب، ولی بعضی از بچه ها وقتی بهشون میگیم سی کدومه میگن سه.
نه دیگه آه. ادامه داره سه منهای آ، یعنی در واقع این الان هست آ ایکس دو ب ایکس سی، یعنی همه کیو در پوشش قرار گرفت. پس آمون چی شد؟ منفی یک. بیمون کی شد؟ آ شد. و سیمون چیه؟ سه منهای آ. آقا مهرخواه جانم، این معادله پایینیه یه جوریه، همچین یه جوریه. حالا آب و بیستی رو از کجا بیاری؟ خب. ظاهرش که اصلا به درجه دوم نمیخوره. نمیخوره. کسر داریم. قبل از اینکه بخوایم کسر رو از بین ببریم، قبلا گفته بودیم کسر مخرجش نباید صفر باشه. اینو آه. گفته بودیم. به مسئله اینه که این معادله ظاهرا درجه دوم است. ما باید بلد باشیم یک معادله رو به شکل استاندارد تبدیل کنیم. حالا ممکنه درجه دوم بشه، ممکنه درجه اول بشه، لااقل برای ما بچهای انسانی که درجه اول درجه دوم بلدیم. خب این یک معادله کسریه. ما می‌خوایم اینو به روشایی که احتمالاً الان آقای مهرخواه می‌خواد به اون پیشنهاد بده ببینیم اپاتش برمیاد یا نه، مرتب کنیم. ولی یه نکته‌ای رو گفت، میگه مخرج کسر حق صفر شدن نداره. گاهی اوقات طراح خودش اینو با کلماتی به ما حالی می‌کنه، مثلا میگه که کسرهای زیر گویا هستن. اما اگر نگفت خودمون باید حواسمون به این موضوع باشه. یعنی چی؟ خب الان مخرج اولین کسر دوه، شما با این مشکلی دارید. دو که نمیتونه صفر باشه. دومین کسر مخرجش ایکسه. آها. این چی؟ هر عددی باشه ولی صفر نباشه. پس اینو یا حتما باید تو گوشه ذهنمون نگه داریم و یا اینکه یه جایی بنویسیم. بنویسیم بد نیست. پس حواسمون باشه که ایکس باید مخالف صفر باشه. خب این برای اینکه مخرجمون صفر نباشه پذیرفتم ازتون، ولی چه کنیم که بتونیم آب و بیستی رو تشخیص بدیم؟ به نظر من طرف این وسط این کنیم. هر وقت دلمون بخواد میتونیم دوتا کس رو طرف این وسط این بکنیم، در صورتی که مخرجش رعایت شده باشه و بینشون مساوی باشه. اگه جمع و تفریق باشه نمیتونیم طرف این وسط این کنیم. موقع بعد چیکار کنیم؟ اون وقت مخرج مشترک بگیریم. بسیار خوب. حالا ما طرف این وسط این بکنم، در واقع ما اینا رو پروانه تو هم دیگه ضرب میکنیم. یعنی زردها تو هم ضرب میشن و آبیا در هم فرقی میکنه کدومو اول تو کدوم ضرب بکنیم؟ اول نه، ولی حتما باید صورت اون توی مخرج. بسیار خب. پس اگه موافق هستید من با اجازهتون میخوام اول اون زردها رو ضرب کنم. بسیار عالی. 3x در x ضرب بشه میشه 3x دو. دی درجه دو داره ساخته میشه. آره. خوش آدم از بین بره ها، این احتمال وجود داره. منهای 5 تو x ضرب بشه میشه منهای 5 x. حالا بعد مساوی رو بذاریم و اونها رو ضرب کنیم. من با اجازهت با رنگ سبز برم. x در 2 ضرب بشه میشه 2x. بله. و 1 در 2 ضرب بشه میشه به علاوه 2. خیلی بهتر شد. الان حداقل کسر نداریم دیگه. آره، ولی الان میتونیم آب و بی و سی رو همین الان بلافاصله سری بگیم؟ نه دیگه، اصلا فرم کلی الان نداریم. آها، بعد همه جمله ها بیان یه سمت، توی اون سمت چی باشه؟ صفر باشه. خیلی خب، اگه اشکال نداره میخوام این مرتب کردنش رو ذهنی بریم دیگه ها. بسیار. من با اجازت اول 3x2 رو مینویسم. خب این 2x بیاد این ور چی میشه؟ علامتش عوض میشه. یعنی میشه منفی 2x. با اون منهای 5x چی منفی میشه؟ منفی 7x. میشه منهای 7x. بعد این 2 بیاد این ور چی میشه؟ بازم علامتش عوض میشه منفی 2. منفی 2. دیگه عدد دیگه ای نداریم، خودش شد میشه 0. حالا شد فرم کلی. خیلی خب. آ چیه؟ سه. بی کیه؟ منفی 7. سی چنده؟ و منفی 2 میشه سی. پس برای شروع مهم اینه که ما بتونیم یک معادله درجه دوم رو در صورت لزوم اگر استاندارد نبود استاندارد کنیم و بعد حتما بتونیم ضرایب آ و بی و سی رو شناسایی کنیم. به ضریب x تو میگیم آ، به ضریب x میگیم بی، و ضریب ثابت سی. سیه. بسیار خوب. آقای مهرخواه، ما هر نکته‌ای یا هر تکنیکی که می‌خوایم بگیم، حل معادله درجه دوم به همه اینها اولویت داره. حل هر معادله یعنی اینکه ما مقدار مجهول معادله رو به گونه‌ای پیدا بکنیم که وقتی توی اون معادله جایگذاری می‌کنیم اون معادله طرفینش با هم دیگه برابر باشه. اصطلاحا میگیم معادله یا اون تساوی برقرار باشه. برای حل معادله درجه دوم روش‌های مختلفی وجود داره. عنوان‌هاشو می‌تونی یکی دو تاشو بگی؟ یکیشون کلیه که هر معادله‌ای بدی بررسی میشه و حل میشه، به اسمش دلتا. آره. یه سری روش‌های دیگه سریع‌ترن هم، ولی خب همه جا کاربرد ندارن. ما تجزیه می‌تونیم انجام بدیم. پس اگه موافقی بریم اون روش کلیه رو انجام. کلیه رو. روش کلیه اون روشه که هر معادله درجه دومی رو با اون روش میشه حل کرد یا در موردش بحث کرد که اصلا ریشه داره نداره، چند تا ریشه داره.
به این دلیل بهش میگیم روش کلی که همه معادله درجه دوم رو میتونه پوشش بده. خب طبیعتاً اول سراغ اون میریم، بعد میریم حالا سراغ روش‌های دیگه که کلی تر نیستن ولی کمی سرعتشون بیشتره. خیلی خب بسیار. بریم سراغ همه فن هری، روش کلی یا روش دلتا یا به قول شما روش همه فن هری. برای استفاده از این روش اصلا کلاً هر کاری که می‌خوایم معادله درجه دوم بکنیم اول باید اون معادله رو چیکارش بکنیم؟ فرم استاندارد. حتماً باید استاندارد بکنیم. بعد از اینکه استاندارد کردیم باید تو این روش بریم چی رو تعیین بکنیم؟ مبین معادله. دانش آموز به من زنگ زده آقای محمدزاده بله تو آزمون قلمچی سوال دادن نوشته بودن مبین. مبین دیگه چیه؟ مبین کیه؟ نه منظورش مبین چیه؟ منظورش مبینه. این واژه تو کتاب درسیتون هم هست. مبین معادله درجه دوم از این رابطه به دست میاد. اون مثلث چی خونده میشه؟ دلتا. و رابطه همون چیه؟ بی دو منهای چهار آسی. برای همین گفته بودیم که آ و بی و سی رو حتما باید تشکیل بدیم. اون بی کی بود؟ بی کی بود؟ ضریب ایکس بود. آ کی بود؟ ضریب ایکس دو بود. سی چی بود؟ عدد ثابت. اون که هیچ ایکسی نداره. این رابطه حالا از کجا اومده بماند دیگه، ما باید این رابطه رو حفظ کنیم. حالا برخی از شماها یا خودتون یا به کمک معلماتون با استفاده از یک سری حالا شعرهای عبارتهای این رابطه رو حفظ میکنید. شما چیزی داری آقای مرخا؟ این بیدو مثل بودو میمونه. بودو چادری بعضی از همکاران بودن چهار آسی رو یه جوری انگار چادر می‌خودن. چادر اکرم خانم. آره اکرم. حالا چون اکرم خانم چیکار داره؟ چادر اکرم خانم نه ای سی داره. بله. مثلا میتونیم بگیم بودو چادر اکرم خانم رو سرش کن. آره. میتونیم بگیم بودو چهار تا اسب سفید بیار. بودو چهار تا آسپرین بیار. یا بچهای همدان گفتن بودو سر چهارراه آسی. اونجا چه چهارایی دارن یه جوری هر کسی میسته اونجا گیج میشه بهش میگن چهارای آسی. همه هم باید بدون بیدو عملی بکنن دیگه. آقا من اعتقاد این رابطه به این عبارت ها ندارم. بدو منهای چهار آسی اونقدرم سخت نیست دیگه، خودش حفظ کنیم دیگه. ادعا چیه؟ خب وقتی ما دلتایی که معادله رو به دست میاریم یعنی آب و بی و سی رو جایگذاری میکنیم مقدار دلتا مشخص میشه، سه تا اتفاق میتونه رخ بده. این دلتا ممکنه عددی بزرگتر از صفر بشه یعنی مثبت باشه، ممکنه عددی کوچیکتر از صفر بشه یعنی منفی باشه، ممکنه عدد صفر بشه، که هر کدوم برای معادله ما در واقع شرایطی رو ایجاب میکنن. یه دونه دونه بررسی بکنیم. فهمه اتفاقی معمولا رخ میده اینه که دلتامون یا در واقع مبین معادله مثبت میشه. یعنی چی میشه؟ دلتا بزرگتر از صفر. وقتی مبین یک معادله بزرگتر از صفر بشه یعنی چی؟ دو ریشه حقیقی متمایز داره. یعنی اگر مبین یا دلتای یک معادله درجه دوم مثبت شد، شما میتونی پیش بینی کنی که اون معادله حتما دو تا ریشه داره و اون دو تا ریشه حتما هم با هم دیگه فرق میکنن و ریشه اونم حقیقیه. خب حالا ما فهمیدیم دو تا ریشه داره. حالا ریشه ها چی هست؟ ریشه ها رو چجوری به دست بیاریم؟ برای تعیین اون دو تا ریشه از این رابطه استفاده میکنیم. منفی بی مثبت و منفی رادیکال دلتا به روی دعا. این منهایی که پشت این بیه پیام برای ما داره. چه پیامی داره؟ یعنی ما ضریب ایکس رو باید قرینه حساب قرینه کنیم. اگر مهمده. بی مثبت بود اینجا میشه منفی. اگه بی منفی بود اینجا میشه مثبت. بعد این رادیکالی که رو دلتا چی داره میگه؟ این حاصلی که به دست اومده رو باید جذرش بگیریم. که اونجا بذاریم. که یعنی دو برابر ضریب ایکس دو. ما مبارک رمضان یعنی دست دعا به من که خدا تست ساده بدن تو کنکور. خیلی خوب. اینم من دارم ایش دایی براشا. میخوای بگم. من بی کم و زیاد هر داشته هامون زیر سقف خونمون با دلم برای خوشبختیمون دعا کردم. این خودش سخت درست کردن را درست کردن این بود. فکر کن اینا رو من بچه یاد گرفتم و من بیکاری تو میشدم اینا رو بسازم. منفی بی مثبت و منفی رادیکال دلتا به روی دعا. بریم مثال با هم دیگه بررسی بکنیم. خب ما میخوایم این معادله درجه دوم رو با هم دیگه حل کنیم. 2 ایکس برابر 5 ایکس منهای 3 مساوی 0.
اولا این معادله درجه دوم هست، مرتبم فول استاندارد داره. خب آو و بیو سی هم میشه شما شفاهی به من بگی؟ الان آی ما 2، بی ما 5 و سی منفی 3. فرمول دلتا چی بود؟ بی 2 منهای 4 آ سی. چه چنانچه این سه تا عدد رو جایگذاری بکنیم و حل کنیم به دست میاریم 49. الان از 49 چه نتیجه میگیریم؟ دو تا ریشه باید داشته باشیم متمایز حقیقی، چون دلتامون مثبت شده. دلتا مثبت بشه ما حتما دو تا ریشه داریم و اون دو تا ریشه متمایز هستن. خب اون دو تا ریشه رو قرار شد با چه فرمولی حساب کنیم؟ منفی بی به اضافه منهای رادیکال دلتا تقسیم بر دو آ، یعنی دو آ دست به دامن خدا شدیم دیگه. منفی بی، بیمون چنده؟ 5. منفی بی میشه منفی 5. مثبت و منفی رادیکال دلتا، دلتا 49 بود. آها پس میشه رادیکال 49. آقا بله، خب مگه رادیکال 49 نمیشه 7؟ چرا 7 ننوشیم؟ اتفاقا باید همین کارو بکنیم. ما داریم چون تشریحی توضیح میدیم نشیم رادیکال 49، وگرنه داوطلب سجلات کنکور سریع میتونه بنویسه 7. خب پس صورتمون شد منفی منهای 5 مثبت منفی رادیکال 7. مخرجمون 2 آ. آمون چند بوده؟ آمون 2 بود. دو دوتا میشه چند تا؟ خیلی مهمه، دو دوتا میشه چهار تا. چهار تا کاربرد داره بالاخره. خب حالا ما اینو به دست آوردیم، انجبت چی کار باید بکنیم؟ این تو که مثبت و منفی داری یعنی دو مرحله داری، دو تا داری. یه بار منهای 5 به علاوه 7 که حاصلش میشه 2 تقسیم بر 4، یه بار منهای 5 منهای 7 که حاصلش میشه منفی 12 تقسیم بر. پس دو تا جواب مختلف بدیم. حالا اگه موافق هستی که این دو تا جواب رو با هم دیگه ذهنی حساب کنیم به کمک شما و بچه ها. منفی 5 به علاوه 7 اولین حساب کن، جوابش میشه مثبت 2 دیگه به روی 4. خب 2 به روی 4 1 2 میشه 1 2. پس یه ریشمون 1 2 بود. حالا با اون منهای بریم، منهای 5 منهای 7 میشه منفی 12 به روی 4 منفی 3. این هم ریشه های ما، دو تا ریشه متمایز. حقیقی متمایز. خب این ریشه ها چی هست الان ما به دست آوردیم؟ یعنی چی ان الان این مفهوم منفی 3؟ یعنی شما اینجا تو معادله اصلی به جای ایکس ها بذاری منفی 3 حتما مساوی 0 میشه. آه. یا اصطلاحا معادله ما برقرار میشه. بسیار خوب، فقط برای منفی 3، برای 1 دوم هم، یعنی اگر به جای ایکس منفی 3 یا 1 دوم بذاریم این معادله حتما غیر از این دوتا دیگه عددی نداریم که اون رو برابر با 0 کنه. خیلی خب، بریم برای مثال بعدی. قبل شرطشو بگیم، گفته بودیم که مبین معادله درجه دوم سه تا اتفاق میتونه براش بیفته. اول اتفاق این بود که مثبت باشه، چه بشه. اتفاق بعدی این بود که گفتیم مبین معادله چی بشه؟ صفر بشه. دلتا مو صفر بشه. اگه دلتا مو صفر بشه چه اتفاقی؟ جذرش هم صفر دیگه. یکم ساده تر میشه. بعد ریشه هامو چه اتفاقی براش میفته؟ دو تا ریشه میده برابر، یا اصطلاحا بهش میگی خب قبلی هم که دو تا ریشه میده. اون دو تا ریشه حقیقی متمایز بود. آها. این دو تا ریشه حقیقی برابر، یعنی دو تا عدد عین هم به دست میاد. سه و سه. آره من فکر کردم سه و منفی 3 عین هم دقیقاً برابر هم. دقیقاً مثل هم دقیقاً برابر. چه زمانی اتفاق میفته؟ زمانی وقتی که دلتا ما صفر باشه. خب وقتی دو تا ریشه مثل هم، چرا بگیم دو تا ریشه؟ دیگه اصطلاحا میگیم یک ریشه مضاعف. آها، پس هم میتونیم بگیم دو ریشه مساوی. بله. هم میتونیم بگیم یک ریشه مضاعف. پس اگر توی تستی گفت معادله درجه دوم دو ریشه مساوی داره یا گفت یه ریشه مضاعف داره، هر دوتا یه معنی میدن و معنیش اینه که دلتامون چیه؟ برابر با 0. خب حالا ما میخوایم اون ریشه ها رو به دست بیاریم، چی کار باید بکنیم؟ یه رابطه کلیت گرفته بودیم. آره. همونجا دلتا رو میذاریم صفر. آره، که وقتی دلتا مون صفر باشه دیگه رادیکال صفر که میشه صفر، مثبت منفی هم که دیگه تاثیر نداره، میشه منفی بی به روی 2. پس منفی بی به روی 2 ریشه مضاعف، در صورتی که معادله ریشه مضاعف داشته باشه. چه زمانی معادله ریشه مضاعف داره؟ زمانی که دلتا مون دلتا برابر میشه. مثال حل کنیم که بسیار عالی کامل توجیه بشیم. هولم نکن، هولم نکن بابا. همش تقصیر این سوه. 4 ایکس و برای 12 ایکس و برای 9 مساویه. حتی بچه هایی که حرفه‌ای هستن الان همین تا اینو نگاه میکنن متوجه میشن که ریشه مضاعف داره ها،
چون در واقع اتحاد مربعه. در واقع خب حالا ما داریم چند منظور تدریس میکنیم. عملا این ویدیو برای دانش آموزانیه که خیلی هم مسلط به این مباحث نیستن، چون بچه‌ای که بلدن که صاف بخوام بیان توی نکته تستم. درست. دانش آموز حرفه‌ای خیلی سریع متوجه میشه که این اتحاد مربعه پس توش مضاعف داره. ولی من و تو که هنوز حرفه‌ای نیستیم، اول باید چه تعیین کنیم؟ دلتا رو بررسی. فرمول دلتا چی بود؟ بی دو منهای 4 آسی. بی دو منهای 4 آسی. آ و بی و سی رو برای من معرفی کن. آی ما 4، بله. بی ما 12 و سی ما هم 9. این سه تا رو می‌ذاریم توی رابطه، حل می‌کنیم، دلتا به دست میاد، چه نتیجه‌ای می‌گیریم؟ پس من حتما دو تا ریشه به دست میارم که عین همه. یه استرا میگیم ریشه یک ریشه مضاعف به دست. و با چه فرمولی می‌تونیم ریشه مضاعف به دست بیاریم؟ منفی بی به روی 2. بسیار خوب. آقای مهرخواه بی مون که 12. بی 12 بود پس منفی بی میشه منفی 12. آمون چقدر بود؟ 4 بود که دو آ میشه 8. یعنی شد منهای 12 به روی 8. چیکار میکنیم؟ دیگه تا جایی که میشه ساده کرد. مثلا به 4 میتونیم که میشه ساده کنیم منفی 3/2. الان این منهای 3/2 چیه که شما به دست آوردین؟ این منهای 3/2 ریشه مضاعف معادله است. یعنی منهای 3/2 جای x بذاریم حتما مساوی با 0 میشه. بسیار عالی. یه جوابم. یه جوابم. یا دوتاش عیناً برابر. خیلی خوب. پس حالا دو تا حالت بررسی کردیم. بله. دلتا مثبت باشه، دلتا حالت سلب باشه. و حالت سوم اگر مبینمون منفی باشه، یعنی کوچکتر از کوچکتر از صفر باشه. بعضی بچه‌ها فکر می‌کنن که صفر مثبته. نه. اشتباه نکنید، صفر نه مثبته نه منفی. می‌دونی با زوج و فرد قاطیش می‌کنن. آره بذارم الان بگم. مفهومش متفاوته. یه وقت صحبت از زوج و فرده، صفر میشه زوج. یه موقع صحبت از مثبت منفی، صفر نه مثبت نه منفی. اینو رو هم قاطی نکرده شده. این در مورد مثبت منفی صحبت می‌کنی. خب پس صفر نه مثبت نه منفی که بررسیش کردیم. حالا اگر مبینمون منفی باشه، این دلتا مون کوچیک‌تر از صفر باشه. یعنی چی؟ ریشه حقیقی ما نداری. یعنی اصلا معادله به جواب نمی‌رسه؟ به جواب می‌رسه. ریشه حقیقی نداری. آها، یعنی ایکسی که در مجموع عدد حقیقی باشه به دست نمیاد. برای اینکه بهتر از دینام روشن بشه این مثال بزنیم. 2x^5x به علاوه 4 مساوی 3. خب اول آ و بی و سی رو برای من معرفی بکن. خب آی ما اینجا 2، بله. بی 5 و سی 4. فرمول دلتا رو تکرار بی 2 منهای 4 آسی. که اگر این اعداد رو جایگذاری بکنیم دلتا جواب آخرمون میشه منفی 7. دلتا اون شد منفی 7 که. بعد ما ریشه حقیقی نداریم. یعنی معادله جواب نداره؟ جواب حقیقی نداره. خب یعنی چی؟ یعنی چی؟ ببینید، یعنی ما یک عددی پیدا نمی کنیم که عضو آر باشه. آها. بعد اینو صفر کنه، یعنی بتونیم به جای ایکس بذاریم و صفر بشه، عدد حقیقی پیدا نمیشه. یعنی اگر دلتا مثبت باشه معادله دو ریشه حقیقی متمایز داره. یعنی دو تا عدد داره که وقتی به جای ایکس بتونیم هر کدومشون رو بذاریم معادلمون صفر میشه. اون دو تا ریشه با چه فرمولی به دست میومد؟ منفی بی به اضافه منهای رادیکال دلتا تقسیم بر 2 آ. اگر دلتامون صفر باشه، یعنی مبینمون صفر باشه، معادله فقط یک ریشه مضاعف داره، در واقع دو تا ریشه مساوی داره که حالا ما میگیم یه دونه ریشه مضاعف، یعنی تکراری، یعنی دوگانه، که اگر اون ریشه رو بتونیم به جای x بذاریم معادله اون میشه 0. اون ریشه با چه فرمولی دست میاد؟ منفی b به روی 2. یکم خلوت‌تر اون حالت همون رابطه اصلی است، فقط رادیکال دلتا آره 0 با مساوی منفیش هست میشه. و اگر مبینمون منفی باشه معادله ریشه حقیقی اصلا نمیشه. یعنی به ازای هیچ مقدار حقیقی که بتونیم به جای x بذاریم 0 نمیشه. بسیار است. این روش کلی یک حسنی که داره، تمام معادلات درجه دوم رو با این روش میشه حل کرد، ولی بعضی از معادلات به گونه اینکه خب میشه با روش سریع تری حل کرد و در واقع شما باید توی این روش های دیگه مسلط باشید که توی تشخیص بدید. ممکن شما بگید خب آقای مازاده ما همین دلتا رو یاد بگیریم، هر معادله به اون دادن با دلتا حل میکنیم، به خودتون مربوطه. ولی اگر شما روش های دیگر هم بلد باشید شاید بتونید سرعت عملتون رو بالا ببرید. بریم آقای مهرخواه توی صفحه بعد. من اصلا تیتر رو از تصویر خارج میکنم، میخوام شما رو به چالش بکشم ببینم این درجه دومه. معادله درجه دومه، مرتبم هست، مرتب هست. سکوین هم ضریب به آ و بی و سی. آمون الان چنده؟ آمون سه دیگه، ضریب به ایکس دو. آها. بیمون چیه؟ بیمون منفی 5. و سیمون کیه؟ صفر. آها، سی وجود نداره، یعنی به اضافه صفر مساویه با آره. صفر بوده که دیگه نداره. داریم بی داریم، سیمون هم عملا صفر بوده. حالا ما نمیتونیم با دلتا حل بکنیم؟ با دلتا بله، روش کلی هر معادله با دلتا میشه حل کرد. خب شما روش سریع تری به ذهنت میرسه؟ میشه یکم مثلا خلوت تر کرد. یعنی چیکارش کنیم؟
این الان دوتاشون x دارن، چون که عدد ثابت نداریم و دوتاشون x دارن، ما از هر دو جمله یه دونه x بگیریم، فاکتورگیری کنیم. فاکتور بگیریم. پس از یه x میخوایم فاکتور بگیریم، چون هر دوتا اینا شامل x هستن. سه x رو از x فاکتور بگیریم چی بهمون میده؟ سه x. منهای 5x از x فاکتور بگیریم چی بهمون میده؟ منفی 5 مساوی 0. آقا مهرخواه، هر وقت دلمون بخواد معادله درجه دوم دیدیم میتونیم فاکتور بگیریم؟ نه دیگه، الان فاکتور باید عامل مشترک باشه اینجا، چون آها. که 3 0 عدد ثابت نداری در معادله درجه دوم. اگر ضریب ثابت نداشتیم، در واقع سیمون صفر بود، میتونیم از چه تکنیکی استفاده بکنیم؟ فاکتوریال. فقط هم بخواد سرعتش دیگه، آره، بازم دلتا حل میشیم بریم. خب الان ما دو تا عامل داریم که ضربشون صفر شده، این یعنی چی؟ هر کدوم از اونا میتونه جداگانه مساوی صفر باشه. یعنی ما میتونیم یه بار x رو مساوی صفر قرار بدیم، یه بار پرانتزمون 3x 5 رو مساوی صفر قرار بدیم. خب اگر x رو مساوی صفر قرار بدیم که یکی از ریشه‌هامون بلافاصله به دست میاد، x شد صفر. اگر 3x 5 رو مساوی صفر قرار بدیم، چون جا کم دارم نمیتونم کامل بنویسم، میشه ذهنی برام حساب این منفی 5 بره اونور میشه مثبت 5. بله، حالا سه هم تقسیم بشه به طرفین رو به 3 تقسیم میکنیم، به این ترتیب x مون چقدر میاد؟ 5/3. خوبه، به نظرم اگه دانش آموز تئوریش فاکتورگیری رو داشت بلد باشه خیلی هم خوبه. پس اگه سرعتش رو چیکار کنیم؟ فاکتورگیری کنیم از هر کدوم جداگانه مساوی 0 بدیم. خیلی خوب، بیا بریم پایینی هم یه فاکتورگیری بزنیم تو گوشش. آره، یه نکته بگی بفهمیم، یه حالت خاصی به وجود نیومده الان؟ گفتیم اگه سی 0 باشه فاکتورگیری، نه این x مساوی با 0 یه حالت خاصی ایجاد نکرده واسمون، چون ما فاکتور گرفتیم اگر سیمون صفر باشه میتونیم فاکتور گیری کنیم و حتما یه ریشه‌مون صفر به دست میاد. سرعت محاسبات در معادله درجه دوم اگر ضریب ثابت وجود نداشته باشه، یعنی سی صفر باشه، میتونیم برای حل معادله درجه دوم از تکنیک فاکتور گیری استفاده کنیم و حتما یکی از ریشه‌مون صفر میشه. در معادله درجه دوم اگه یکی از ریشه‌مون صفر باشه، یعنی ضریب ثابت نداشتیم. رفت و برگشتی نکته. بسیار خب پس بریم اینجا هم برای فاکتور گیری دیگه. میتونی؟ خب الان نمیتونیم فاکتور بگیریم. شرطش این بود که سی صفر باشه. شرطش که سی صفر باشه. الان سی داریم. آمون چقدره؟ یک. ایچی ننوشته. من فکر کردم. آها. پس ضریب x2 یا ضریب x اگه نباشن یعنی یک. پس آمون یک. بیمون پنج. سیمون شش. چون سیمون مخالف صفره دیگه نمیتونیم نمیشه فاکتور گرفت. چیکار کنیم؟ دلتا داریم. دلتا هم میشه رفت، روش کلی که همیشه میشه رفت. خب چیکار کنیم؟ ولی از یک اتحاد استفاده کنیم خیلی خوب میشه. اتحادی؟ اتحاد جمله مشترک مثلا میشه استفاده. بلدم بابا. اینجا دو تا پرانتز باز می‌کنی. x میذاری. بله. عدد ثابته حاصل ضربشون بود. اون که ضریب x حاصل جمعشون بود. جمع و ضرب این دو تا عددی که قرار اینجاها نوشته بشه. دیگه فکر کنم هر بچه‌ای میدونه که این چه عددی که ضربشون مثبت 6 جمعشون مثبت 5 میشه، مثبت 2 و مثبت 3 مساوی 0. خب عین بالایی شد، دو تا عامل ضربشون صفر شده، هر کدوم جداگانه مساوی 0 قرار بگیره. اولین پرانتز مساوی 0 قرار بگیره، مثبت 2 بر اونور میشه منفی 2. دومین پرانتز مساوی 0 میشه منفی 3 و ما معادلن تونستیم نسبتاً سریع حل بکنیم. مبادا فکر کنید که همچین معادلاتی توی کنکور نمیاد، اتفاقاً تجربه من نشون داده که تو بیشتر تستایی که معادله از دوم استات غیر مستقیم میاد، مثل مثلا مبحث تابع که یک داریم تست تابع حل میکنیم یا تو شکمش با معادله برخورد میکنیم، غالبا معادلاتی میدن راحت که ما میشه. راحت بتونیم حلشون بکنیم، چون تست عملا مال معادله نیست، مال تابع بوده، حالا یه معادله مال داخلش گریزی بزنه. آره دیگه، خیلی عذرتمون نمیکنن. خیلی هم عالی استاد، الان میشه گفت دلتای این حتما مثبت میشه دیگه، هم این هم بالایی، هم چون هر دو تاشون دو ریشه متمایز در واقع حقیقی دارن. بسیار عالی، من به نظرم پایینی هم میتونیم با جمله مشترک بریم. شما دو تا جمله مشترک میشه، ضربشون 9 بشه، جمعشون منهای 6، دو تاشون منهای 3. یه اتحاد ساده تر هم داریم. چی؟ مربع. کجا فهمیدی مربع؟ ببینید این که توان 2 داره، 9 آره. هم توان 2 داره. در واقع 3 به توان 2 بود. 3 به توان 2.
این جمله این وسط هم دو برابر اولی در دومی که حتما باید میشه. اینو چک بکنیم آره. که دقیقاً باید بشه دو برابر اولی در دومی. پس بیا بریم ببینم چی گفتی. گفتی آقا این اتحاد مربع اینجوری بود، یه پرانتز داشت توان دو علامت وسط به علاوه یا منها میذاریم بر اساس این ضریب ایکس دیگه، بر اساس ضریب ایکس چون ضریب منفی اینجا منفی میذاریم، اگه ضریب ایکس مثبت بود اونجا مثبت شده. خب حالا طرفین منفی رو باید چجوری به دست بیاریم؟ ایکس دو ایکس بوده که به توان دو رسیده، ایکس دو در واقع ایکس بوده که به توان دو رسیده، و نو هم سه بوده که به توان دو رسیده. با خیال راحت ادامه بدم الان اینو دیگه اول به نظر چک بکنیم که دو برابر اولی در دومی در میاد یا نه، چون گاهی اوقات ظاهراً معادله در ظاهراً اتحاد مربع هست ولی بعد ببینیم اتحاد مربع نیست، ممکن جمله مشترک بشه حتی گاهی اوقات، ممکن حتی ریشه های گنگ به ما بده، یعنی مجبور شیم با دلتا بریم. پس چک بکنیم دو برابر اولی یعنی ایکس در دومی یعنی سه، که حالا علامت چمال فعلا توجه نداریم، دو ستا میشه شیش، شیش ایکس متوجه چون منفی بوده میشه منفی شیش، پس درسته با خیلی راحت. خب این چی بوده که به توان دو رسیده شده سه؟ ایکس منهای سه. پس ایکس منهای سه صفر بوده که وقتی به توان دو رسیده شده شده فقط این صفره که وقتی به توان میرسه دوباره میشه صفر. یعنی یا در واقع میتونی بگی از دو طرف ریشه میگیریم که ریشه صفر هم همیشه صفره، از سمت چپ ریشه بگیریم میشه ایکس منهای سه، از سمت راست ریشه بگیریم میشه صفر، از اینجا متوجه میشیم ایکس میشه چند؟ صفر. ایوا یه دونه ریشه داره. یه دونه ریشه داره. درجه دوم یه دونه ریشه. یاد چی میافتین؟ یعنی اگه اینو با دلتا میرفتیم حتما دلتا اون چی میشد؟ صفر میشد اون وسطا. یا در واقع میتونیم بگیم هر وقت معادله درجه دوم تبدیل بشه به مربع کامل در واقع یک ریشه مضاعف داره. خوب بود. بذارینم بازم داریم. تا اینا تو صفحه هست مرور بکنیم. اولی رو چرا با فاکتور گیری رفتیم؟ چون که سی نداشتیم یا صفر بود. و وقتی سی صفر باشه و فاکتور گیری بکنیم حتما یکی از ریشه‌مون صفر به دست. دومی هم که چون تونستیم اعدادی به دست بیاریم که ضربشون 6 و جمعشون 5 بشه با جمله مشترک رفتیم. پایین‌ها رو میتونستیم با جمله مشترک بریم. دقیقاً میتونیم. ولی ترجیح دادیم که با مربع. دو تا عدد منفی 3 و منفی 3 بودن. بله. دو تا پرانتز اینا هم دیگه در میومد. دو تا جواب مثل هم در میومد که میشد ریشه مضاعف. x2 منهای 9 مساوی 3 معروف ترین اتحاد خوشگل ترین اتحاد هم میده دیگه اتحاد مزدوج. اتحاد مزدوج در واقع این شکلی بود، گفتیم اگه داشتیم a2 منهای b2 میتونیم چی بنویسیم؟ 2 شو فقط بذاریم. آره میتونید مرسی. میتونیم چی بنویسیم؟ a منهای b در a به علاوه b. پس الان ما میتونیم این معادله رو به این صورت بنویسیم، دو تا پرانتز باز بکنیم، x و n رو بنویسیم x منهای 3 x به علاوه 3 مساوی با 0 و یه ریشمون از اولین پرانتز میشه 3 به دست میاد 3 که همون بایزاد میستم مثبت 3 یه ریش از پرانتز دوم به ما منفی 3 منفی 3 بسیار خوب. یه چیزی الان ما میتونیم بگیم این دوتا ریشه با هم مساوی هست؟ نه من میتونم بگم این دلتاش 0 بوده؟ نه این دوتا ریشه مساوی نیستن. آره عدداش فرق داره، اینا متمایز محسوب میشن. ولی یه چیزی پس میتونیم بگیم آه به اینا اصطلاحا میگیم دو ریشه قرینه. آره مثبت 3 و منفی 3، مثبت 5 و منفی 5، دو ریشه قرینه. درست. چرا بالایی ها دو ریشه قرینه نداد ولی این دو ریشه قرینه به ما داد؟ این به خاطر اینه که ما اینجا بیمون صفره. آها. یا اصطلاحا x نداره معادله، x2 داره. پس اگر بیمون صفر باشه با شرایط خاص دو ریشه قرینه خواهیم داشت. فقط باید بی صفر باشه که ما دو ریشه قرینه داشته باشیم؟ نه آقای مرخا، باید آ و سی مختلف علامت تخت شد یکم، یعنی علامت هاشون برعکس باشه دیگه. آها یعنی الان آمون چنده؟ یک مثبته. سیمون کیه؟ منفی نهه. چه منفیه؟ آها یعنی بیمون صفره، آ و سیمون هم یکیشون مثبت یکیشون منفی، پس ما میتونیم دو ریشه قرینه داشته. اگه علامت ها برعکس بود بازم میشد مثلا منفی ایکس رو به اضافه. آره دیگه مهمی که بازم برعکس هم منفی باشه. بسیار عالی. درست. بریم پایینیه. آقای مرخا جانم
پایینی رو با فاکتورگیری که نمیتونیم بریم، چون منهای دو داره، دو منهای دو وجود داره. اتحاد جمله مشترک هم ظاهرا نمیتونیم بریم، چون ضریب ایکس دو داریم که مربع آره. کامل هم نیست. اتحاد مربع هم باز دوباره نمیتونیم بریم، باز مربع کامل نیست. آره. بریم دلتا دیگه. دلتا که همیشه جوابه، ولی آه یعنی روش دیگه هم باز داریم. یک روشی میتونیم استفاده کنیم که حالت جمله مشترک پیشرفته، یعنی جمله مشترک رو بسازیم. آره. اگر معادله درجه دوم ما به گونه ای باشه که ما بتونیم اتحاد جمله مشترک رو بسازیم، به این ترتیب عمل میکنیم، یعنی کل معادله رو در ضریب x2 ضرب میکنیم، یعنی کل معادله رو در چند ضرب میکنیم؟ 3. خب 3x2 در 3 ضرب بشه میشه 9x2 که در واقع میشه نوشت 3x به توان 2. 5x در 3 ضرب بشه میشه نوشت 15x، ولی بهتر که نیستیم 5 تا چی؟ 3x که بتونیم جمله مشترک رو بسازیم. الان جمله مشترک داره کم کم خودش رو نشون میده. منهای 2 در 3 ضرب بشه میشه منهای 6، و البته اونور رو هم باید تو 3 ضرب کنیم. 0 ضرب در 3 بازم میشه 3. و حالا میایم اتحاد جمله مشترکمون رو شکل میدیم. جمله مشترک 3x الان میتونیم در نظر بگیریم. مشترک 3x بوده که به توان 2 رسیده. پس جمله مشترکمون شد 3x. حالا اون دوتا عدد رو چجوری باید پیدا بکنیم؟ الان بازم ضرب اون دوتا عدد منفی 6ه و جمعشون 5. آها پس برای همین ننوشتیم اینجا 15. آره. چون اگر 15 جمله مشترک 3x ضریب بکنیم. آها جمله مشترکمون 3x ضریبش ضریب جمله مشترک جمع اون دوتا عدده و منهای 6 هم که ضرب اون دوتا عدده. یعنی اون دوتا عدد چیا بودن؟ منفی مثبت 6 و منفی 1 که ضربشون میشه منفی 6، جمعشون هم میشه مثبت 5. چون معادله است دیگه به راحتی میتونیم مساوی 0 قرار بدیم، یعنی اون ضرب دست 3 که انجام داده بودیم نیازی به از بین بردنش هم نیست. حالا هر کدوم اینا رو جداگانه ذهنی بریم دیگه، چون واقعا جا کم داریم. نه بذار بنویسیم 3x برای 6 مساوی 0، 6 به رومر میشه منفی 6 تقسیم بر 3 میکنیم طرف این رو، معادلمون یه ریشمون میشه منفی 2 منهای 1 به رو 3x مساوی 1، دوباره تقسیم بر 3 بکنیم 1 سوم بدن x مساوی 1 سوم. آقای مهرخواب، بعضی از همکارای ما وقتی میخوان اینو درس بدن میان اینجوری به دانش آموزا میگن، میگن این 3 رو تو این منهای 2 ضرب کن و بعد دیگه همین فرایند رو میرن، ولی منتها مثلا از اینجاشو مینویسن. آها این غلط، حتی بتونیم بگیم غلطه دیگه. ببین در واقع ما داریم از نظر علمی، از نظر علمی منطق ریاضی نمیشه، منطق ریاضی نداره. شاید در واقع کار شما رو خود سریع تر را بندازه، ولی به هر حال ما باید سعی کنیم که موضوعات علمی رو شما آموزش بدیم، حتی اگر شما دارید برای کنکور آماده میشید و میخواید سریع به جواب برسید. پس اگر ما میخوایم ضرب کنیم این سه وقت هم وقت بچه ها رو نمیگیره دیگه. آره. بخواهیم بنویسن تو همه جملات ضرب بکنیم. بسیار عالی. به نظرم این روشی که ما به کار بردیم و اصطلاحا بهش میگیم روش جمله مشترک پیشرفته. آره. یعنی کل روشی که به کار بردیم فاکتورگیری و اینا رو تجزیه در کل بهش میگیم تجزیه. پس ما در الان دو تا روش داره یاد گرفتیم، روش دلتا، روش کلی و روش تجزیه. ما تا حالا دو تا روش رو برای حل معادله درجه دوم گفتیم، روش دلتا که روش کلیه و همه معادلات رو میشه به اون روش حل کرد، و روش تجزیه که برخی از معادلات رو میشه به اون حل کرد، که دانش آموزا وقتی چند تا نمونه حل کنن میتونن تشخیص بدن کدوم موارد رو میشه با فاکتورگیری یا جمله مشترک یا اتحاد مربع حل کرد. اما یه روش دیگه هم وجود داره که اتفاقا توی تستا کاربرد هم داره، اصطلاح کتاب درسی هم اسمش باشه روش ریشه زوج یا ریشه‌گیری، که در واقع درسنامه‌اش شاید یه مقداری گنگ باشه. به نظرم بریم توی خیلی ساده است. آره توی مثال‌ها در موردش صحبت کنیم. x رو نمیشه صفر رو که آره ما توی مزدوج، آره همون مزدوج، ولی خب حالا ببینیم با این روش حل کنیم. با مزدوج حلش کردیم به چه جوابایی رسیده بودیم؟ مثبت 3 و منفی 3. یعنی الان با این روش هم بریم باید با همون جواب همون جواب بیاسن دیگه. این روش چی میگه؟ میگه آقا اگر یک عامل درجه 2 داشتیم و یک ضریب ثابت داشتی، یعنی کیو نداشتی؟ بی نباشه این وقت. یعنی عامل درجه اول نداشته باشی.
ما میتونیم اینو معلوم مجهول کنیم اصطلاحاً. حتی تو موارد فنی ترش این واژه خیلی قشنگ نیست، ولی حالا الان که ساده داریم معلوم مجهول بکنیم. یعنی چی؟ یعنی ما ایکس دو رو بنویسیم منهای نه رو ببریم اونور که بشه نه. حالا برای اینکه توان دو از بین بره، ما میتونیم از دو طرف ریشه بگیریم. ریشه گیری در واقع همون جذرگیریه، اما هلی. یک طرف حتما چه ضریبی میگیره؟ مثبت و منفی. پس ریشه گیری به جهت از بین بردن مهران اینجاست، به جهت از بین بردن توان دوه و در واقع همون جذرگیریه، ولی حتما یه طرف ضریب مثبت و منفی نباید فراموش کنیم. خیلی هم مهمه، چون گاهی اوقات واقعا طراحا طوری شیطنت میکنن که اون منفی اتفاقا جواب قابل قبول در میاد. خب رادیکال ایکس دو که میشه ای، رادیکال نه میشه سه و منفی، رادیکال نه میشه سه، اما ما چون داریم ریشه میگیریم میگیم مثبت و منفی سه. اتفاقا آقای مهرخان، من اینو خیلی وقت به دانش آموزا تاکید میکنم، دانش آموز ازش میپرسم میگم آقا رادیکال نه چقدر میشه؟ میگه آقا مثبت و منفی سه. میگم کی اینو گفته؟ میگه خودت گفتی. من کی گفتم رادیکال نه میشه سه؟ اما وقتی داریم ریشه میگیریم به رادیکال نه یه ضریب مثبت منفی میدیم، بعد خود رادیکال نه سه، ریشه ای که ما داریم میگیریم میتونه مثبت یا منفی باشه. همون جوابایی که از مزدوج به دست آورده دقیقاً همون جواب به دست آورده. پس دیگه فرقی نمیکنه با کدومش بریم. خب بریم ببینیم الان پایینی را میتونیم اونجوری بریم دیگه. اینم بله، ما یه عامل درجه دو داریم با یه عامل ثابت داریم، میتونیم معلوم مجهول کنیم. یعنی 4 x 2 رو ببریم اون و ببخشید 4 x 2 رو بنویسیم 25 همین الان میتونیم ریشه بگیریم، ولی از شدن که میشه، ولی ساده ترش کنیم. یعنی چیکار کنیم؟ تقسیم بر 4 کنیم. آها، یعنی اول ضریب x2 رو از بین ببریم. پس طرفین رو به 4 تقسیم کنیم. بله موافقم که ضریب x2 از بین بره. سمت چپ میشه x2، سمت راست میشه 25 4. حالا ریشه بگیریم. ریشه بگیریم، یعنی این ور رادیکال x2، اون ور رادیکال 25 4، ولی ضریب مثبت و منفی، چون داریم ریشه میگیریم، x رو به دست بیاریم. خب رادیکال x2 میشه چی؟ x رادیکال 25 چهارم میشه 5 دوم و با این دو تا ضریب میشه مثبت و منفی 5. یعنی همین معادله ما چند تا ریشه داره؟ دو تا ریشه. دو ریشه چی؟ قرینه. یا در واقع اگر یا دو ریشه حقیقی متمایز، دو ریشه با هم دیگه مساوی نیستن. پس اگه اینو خواستیم با دلتا حل کنیم، دلتا اون حتما صفر به دست، دلتا اون مثبت در می اومد. گرمای اینجا ببین چه بلایی سر ما آورده. توه آره. خب بریم بعدی. بریم x2 منهای 12 مساوی 0، اون الگویی که میگفتم رو داریم دیگه، درجه 2 رو داریم و عدد ثابت رو هم داریم. 12 رو ببریم اون بعد بذار رنگ رو عوض کنم، حالا قاطی نشه. x2 رو می‌نویسیم، منهای 12 بر اون میشه مثبت 12. حالا برای اینکه ریشه بگیریم از بین بره، از دو طرف ریشه بگیریم، رادیکال x2 و مثبت و منفی رادیکال 12. رادیکال x2 که میشه x. حالا مثلا منفی رادیکال 12 چیکار کنیم؟ بالایی جذر کامل نداره. رادیکال 9 میشد 3، 25 اینم کسری ولی کامل داشت. از اینجا بعد باید چی بلد باشیم؟ رادیکال. خب پیشنهاد بده آقای مهرخان. مثبت و منفی رادیکال 12. 12 چیکار کنیم؟ هیچ کاریش نمیشه که، همون رادیکال 12 میدونیم. چرا؟ یه کارش میشه کرد. بس ساده شده. نوع سوال داره. آره. اگر گزینه ها اشاری بودن، باید اینو حالا ما یه جوری تقریبیش بلد بشیم. اما در هر صورت اینو تا حد امکان ساده. تقریبی مثلا این از کمتر از 16. آره، پس یه جوابش از 4 کمتره. آره. بین 3 و 4 میاد. جوابش بین 3 و 4. 3 و 4. که میتونیم مثلا به گزینه‌ها نگاه کنیم، شاید یه حرکتی بتونیم بزنیم. اما میگیم 12 رو میگیم 4 ضرب در 3. این 4 حالا جذر کامل داره. مثبت منفی رو که فراموش نمی‌کنیم، مثبت 4 جذر کامل داره که میشه 2. 3 که جذر کامل نداره چی؟ میمونه زیر رادیکال میمونه. این دیگه بستگی به سوال داره که چه جوری اینو ساده کنیم. خب تک ببینم 12 رو ما 6 ضرب در 2 هم میتونیم بگیم، 6 تا هم که میشه 12 تا. ولی هیچ کدومشون جذر کامل ندارن. پس ما در اینجور مواقع برای اینکه بتونیم عدد مورد نظر رو تا حد امکان ساده کنیم، تبدیل میکنیم به حاصل ضرب دو تا عدد که دست کم از یکیشون بشه جذر کامل گیره. اگه هم نمیشد که دیگه اونجا کار تمامه. خیلی خب بریم بعدی.
x2 به علاوه 9 مساوی 0. اینو که اون بالا هم داشتیم که نه دیگه x2 منهای ما هم کار کنیم دیگه، بازم ببریم اون بر. آره یه 9 هم داریم ببریمش اون بر، x2 رو می‌نویسیم، 9 بر اونور میشه منفی 9. از دو طرف میخوام ریشه بگیرم. ولی الان یه مشکلی داریم. چه مشکلی داریم؟ عدد منفی رو نمیتونیم زیر رادیکال بذاریم، برج زوج ببریم. آره. عددهای منفی ریشه زوج ندارن. یعنی الان ما باید بگیم این معادله ریشه نداره. یعنی چی ریشه نداره؟ یعنی مثلا دلتاش میشد منفی. یعنی اگه با دلتا میرفتیم دلتا هم منفی. خب این پایین و بالای خیلی شبیه همه. آره. اون نکته ای که اون موقع گفته بودیم و الان اونجا گفتیم که 20 صفر باشه و آوتی هم تو بالایی 20 صفره هم توی پایینی 20 صفره. فرقش اینه که اینجا علامت آوتی مختلفه ولی اینجا یکسان. پس اگه آوتی مختلف علامت باشن، شما اینو معنی کنید یعنی علامت‌هاشون مختلف باشه، یعنی مثبت منفی باشه، منفی باشه. اینجور مواقع معادله ما با چنین شرایطی دو ریشه قرینه داره، اما اگه بی صفر باشه و آوستی هم علامت، یعنی چی هم علامت باشن؟ دوتاش مثبت باشه یا دوتاش منفی باشه. اینجور مواقع دیگه معادله ما ریشه نداره. ما توی تستایی که قراره تو نکته و تست به کار ببریم از اینا خیلی استفاده میکنم، ریزکاری های تست اینا میشه. اینا به نظر تو میشه از اون تکنیک های بالایی استفاده بکنی؟ استاد اینجا الان اینجا اگر ما همه اینو یه متغیر در نظر بگیریم آ یک سی منفی 40 در واقع ما میتونیم بگیم این عامل درجه 2 آره. اونم عدد ثابت مقدار ثابته که از منفی هم هست دیگه، میتونیم ببریم اونور رو مثبت بشه. خوبه، پس اینا میتونیم این کار انجام بدیم، یعنی بگیم x به علاوه 1 به توان 2 مساوی با 49. حالا بعد 2 رو از بین ببریم به راحتی میتونیم ریشه بگیریم، ریشه میگیریم این ور رادیکال x و اونور رادیکال 49 ولی با ضریب مثبت و منفی. سمت چپ در واقع کی از رادیکال میاد بیرون؟ x به علاوه 1. سمت راست مثبت و منفی من خودم آقای مرخا عادت دارم اینو دوبار نمی نویسم. یعنی اولی یک رو می برم اون بر، یعنی ایکس که اینجا هست اون بر چی دارم مثبت و منفی هم یک هم می برم اون بر منهایی. حالا اینو دوبار حلش می کنم تو ذهنم، یعنی یک بار میگم مثبت 7 منهای 1 میشه مثبت 6، یه بارم میگم منفی 7 منهای 1 که میشه منفی 8. روش خوبی بود؟ بله، دو تا ریشه بدست توی نکته و تستمون قطعا ما تستایی داریم که از این روش استفاده. خیلی خوب، سه تا روش حالا یاد گرفتیم. اولین روش روش دلتا، روش کلی بود، تجزیه و ریشه گیری یا ریشه زوج. خوبه، بریم ببینیم دیگه چی داریم. اوه یه روش حل مادر جدا، روش مربع کامل. من خودم تستی تو کنکور سراغ ندارم که با این روش آره مثلا بخوایم حلش بکنیم، خیلی چون این روش نسبتا تشریحی و طولانیه. خب اگه بخوام با یه روش طولانی برم اون دلتا رو میرم دیگه، خیلی سریع‌تر جواب می‌رسیم نسبت به می‌خوای ازش عبور کنیم نگیم. ولی خب شاید طراحی ریزه‌کاری از دل این حل به خودشو آره، نده از تو دل طرا آره، مثلا یه تستی بده بگه اگر این معادله را به روش مربع کامل حل کنیم مثلا اون وسطت ها چه اتفاقی میفته، جزئیاتی داره اون وسط. پس باید بریم بلد باشن بچه‌ها. آقای مرخا بساطه هر کی توضیح بده من مراحل رو از تصویر خارج کردم دیگه، خودمون اینجا خودمون میگیم. برای یک دمیون بریم دیگه، برای اینکه بخوایم این معادله از روش مربع کامل حل کنیم، بازم تاکید میکنم من شخصا اگر بخوام این معادله رو حل کنم، یعنی طراح مجبورم نکرده باشه، روش های ساده تری دارم کلی که همون دلتا آره، یا جمله مشترک در ادامه خواهیم گفتش مجموعه ذرایع با این مجموعه ذرایع. ولی اگه مجبورمون کرده باشن حالا به دلایل یا گفته باشن با روش مربع کامل بریم، اول این کاری که باید بکنیم اینه که ضریب x رو از بین ببریم، یعنی x2 در واقع باید ضریبش 1 باشه. پس میایم کل این بچه‌ها هر جا به رنگ قرمز نوشتم یعنی قاعده است، قانونه، یعنی باید همیشه این کار رو انجام بدیم.
پس ما میایم اول کل معادله رو تقسیم بر دو میکنیم. همیشه تقسیم بر دو کنیم. تقسیم بر ضریب ایکس دو دیگه. حالا هر چی بود تو سوال تقسیم بر دو میکنیم. خب دو ایکس دو تقسیم بر دو میشه ایکس دو به علاوه دو تقسیم بر دو میشه شش ایکس منهای چهارده که منهای هفت برابر با صفر تقسیم بر دو میشه. مرحله بعدی چیه؟ حالا این شیشی که اینجا به دست اومده مهم نصف این شیش آره. قبلش این پیشنهاد رو میکنیم این ضریب ثابت رو ببریم اون و یعنی منهای هفت رو ببریم اون و x در 6 x یعنی اونه که جامعه شامل x تن بمونن این ضریب ثابت بره اون طرف میشه x2 به علاوه 6x منهای هفت رو میشه مثبت. داشتید یه چیزی در مورد این شش میفرمودین نصفش مهمه برام. هر عددی اینجا ضریب باشه توی این حد نصف این عدد رو به توان آقا چرا این اثبات داره در واقع اثباتش حتی تو که تو درسی هم هست ولی خب ما دیگه میخوایم وارد اثباتش همینجوری خودش تشریح رو به زبان ریاضی بگم اسم ایشون چیه بیه بیه معادل اصلیه نیست دیگه بیه این معادل گفتیم نصفش مهمه یعنی بی به روی دو. بعد اینو نصفش کردیم موقع چی کارش بعد باید همش به توان دو به توان دو برسیم بی دوم به توان دو که حالا اگه موافقی ذهنی بریم دیگه بی مون چنده شیش تصمیم بر دو میشه سه به توان دو برسیم میشه چند نو کارش کنم الان اینو خب هم این طرف اضافهش کنیم هم اون طرف اضافهش یعنی این نه رو باید به طرفین اضافه کنیم همیشه این به طرف اضافه شود قرمز باید قرمز باید که همیشه انجام میدیم به ضرب قرمز به طرفین این تساوی اضافه یعنی الان ما سمت چپمون خواهیم داشت x2 به علاوه 6 x به علاوه 9 مساوی 7 به علاوه 9 یعنی 9 رو به هر دو طرف چیکار کردیم اضافه دیوونه این تمیز نوشتن من یاد آره همه چی سر جای خوشه. الان قبل که ادامه بدیم مثلا همین الان میتونیم یه تست از تو شکم این در بیاریم قبل که ادامه بدیم الان دانش آموز باید بدونه که این نصفش باید به توان دو برسه به طرفین مثلا طراح میتونه یه سوالی بده حالا وای فای عددی سخته بگه در حل معادله درجه دو مورد نظر به روش مربع کامل کدوم مقدار ثابت را به طرفین تساوی اضافه میکنیم که الان اینجا چند اضافه کردیم 9 مثلا میشه جواب دانش روش رو بلد باشه که حالا بتونه حالا یا رو کاغذه توی ذهنش این 9 رو به دست بیاره. خب حالا در اصل ما حلمون حل اینه. آره 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 سمت چپ خیلی آشناه سمت چپ آشناه. آره دو صفحه قبلا فامیلای شما باید باشه بفهمید سر کلیشه صبح دیدم این الان اگر x باشه این 3 باشه جمله وسط میشه دو برابر اولی مربع است که مربع کامل فقط اونجا اینجا معناها اینجا مثبت پس همون اعتماد مربع همون مربع یعنی اگر ما این مراحل رو درست بریم مراحل قبلی رو بله. سمت چپ همیشه عبارت مربع کامل همیشه به اسم روش هم با همینه دیگه مربع درسته درسته آقا مهر این سمت چی؟ اون سمت هم که 7 و 9 میشه 16 دیگه 16 مربع کامل 16 مربع کامل حالا ممکن لزوما هم مربع کامل نشه ولی ما یه کاری باش خواهیم کرد پس چون x رو علاوه 3 به طرف دو تو قبلا توضیح دادیم دیگه توضیح ندادیم فقط اینجا چون به علاوه 6 اونجا هم به علاوه گذاشتیم مساوی چند 16 حالا آقا مرخا گفتن 16 میشه 4 به توان 2 من موافقم ولی ممکنه اونوری 15 در بیاد یعنی ظاهرا دیگه جذب کامل نشه باشه ولی دیگه مهم اینه که ما می‌خوایم توان 2 رو از بین ببریم چیکار می‌کنیم اینجا دوباره ریشه گیری انجام بدیم قرمز بنویسم دیگه چون قاعده است از طرفین ریشه می‌گیریم ریشه می‌گیریم دیگه ازش رو ننویسم وقت نداریم دیگه. خب از سمت چپ ریشه بگیریم میشه x به علاوه 3 در واقع توان 2 میپره اونورم میشه مثبت و منفی منتظر بودم ببینم مثبت و منفی میگی یا نمیگی شد مثبت و منفی 4 حالا دوباره 3 بره اون 3 اگه موافقیم اول بره اون بر من یه خوره اینو ببرمش بالاتر 3 بره اون بر بچه ها میدونن من همیشه هم اینقدر بدخط نیستم و الان چون داریم سعی میکنیم که سریع بگیم اتوان بچه ها معمولا میگم تو جزو معلومه که ترتمیز مینویسی ولی خب دیگه اینجا داریم مثبت 3 بره اون بر میشه منفی 3 حالا جدا جدا بریم بذار من با هایلایت میام و شما هم ذهنی برو
اول مثبت 4 منهای مثبت 1 میشه، مثبت 1 میشه و بعداً منهای 4 منهای 3 که میشه منفی 7. منفی 7. دو تا جواب بدم. نمیشه همچین بدی هم نیست، طول میکشه ولی من خودم دلتا رو ترجیح بدم، مگر اینکه طراح منو مجبور کنه. تو کنکور تا حالا نداشتی یا از تو دلش یه سوالی بپرسه که ولی تو آزمونه مثل قلمچی گزینه دو سنجش و اینا سوالاتی داشتیم که دانش آموز ناچار بوده که با این روش بره. روش های تکنیکیمون تموم شد ولی هنوز بازم روش برای حل معادله الان چیز خوشگلش مونده. بذار ببینیم، بذار اون روش رو مرور کنیم. روش اول چی بود؟ دلتا که سهالت داشت، بعدا دوباره تندی مرور میکنیم. روش دوم چی بود؟ تجزیه بود. تجزیه بود که با فاکتور گیری و اتحاد اینا. روش سوم چی بود؟ ریشه گیری بود. ریشه گیری بود که حالت درجه دو داشتیم و اینا و به مقدار ثابت. و روش آخر هم چی بود؟ مربع کامل. که جالبش اینه که روش مربع کامل رو هم تقریبا تمام معادلات میشه اجرا کرد. مثل روش دلتا یک روش کلیه، یعنی حتی الان جوابمون صحیح در اومد، میتونه جوابمون حتی گنگ هم در بیاد که با دلتا همین اتفاق برامون رخ بده. مشکلیه یک کار اینجا. آره یه معادله اینجا داریم 3x2 برای 2x-5 مساویه 3. سب کن روش هایی که تا حالا یاد گرفتیم و با هم مرور کنیم. دلتا که میتونیم استفاده دلتا که میتونیم بریم قطعا میتونیم بریم. پس روش دلتا شدنیه. من اینو پاک کنم ببخشید. یه راهی داشتیم تو تجزیه. چه داشتیم برای فاکتور گیری. میتونم اینجا بگم. اونو اینده نمیشه چون که سی داریم. آها فاکتور گیری برای زمانی بود که این سی وجود نداشته باشه. پس فاکتور گیری که نمیتونیم استفاده کنیم. خب اتحاد جمله مشترک یا مربع نمیتونیم بریم چون سه وجود داره. ولی یه مدلی داشتیم جمله مشترک پیش رفته. رفتهشو میشه. میشه که همه رو توی سه ضرب. پس حالا دو تا روشو میتونیم بریم. دو تا. دلتا میتونیم بریم، جمله مشترک پیش رفته میتونیم بریم. روش ریشه زوج چی که ریشه زوج هم که اصلا نمیتونیم بریم چون الان 2x داریم، یعنی عامل درجه اول نباید داشته باشیم. ریشه زوج هم نمیتونیم بریم. روش مربع کامل که الان کلی بود، با زمانم با هر گرفتاری داریم میشه حل کرد. بچه اکثر معادلات درجه دوم به گونه یعنی که با روش های مختلف میشه حلشون کرد که حتی کلی ترینشون دلتا. دلتا. حالا من میخوام همه این ستا روش رو بذارم کنار، یه روشی که باز از همه اینا سریع تره روی این معادله به کار ببرم. سریع تر اگه بخوایم بگیم ضرایبش یه حالت خاصی داره. یعنی چی؟ خب الان آمون چنده؟ سه. بیمون دوه، سیمون منفی پنجه. چی الان هم ذرایب رو با هم جمع کنیم صفر میشه جداگونه. چی قشنگ. این آ، این بی، اونم این سی جمعشون کنیم صفر میشه. مگه همیشه جمع این سه تا صفر نمیشه؟ بعضی وقتا حالت بعضی خاص میشه. دلیلی نداره که همیشه آ و بی و سی جمعشون صفر بشه. بله. خب حالا جمع اینا شد صفر، به چه دردی میخوره؟ ببین یه حالت خاصیه که یکی از ریشه های ما یک میشه، اصلا بدون حل کردن یک، اون یکی میشه سی آم. پس اگر ضرایب معادله درجه دوم یعنی آ و بی و سی جمعشون به گونه ای بودن که جمعشون بشود صفر، اصلا نه دلتا میخواد بریم نه مربع کامل، هیچی سری میگیم یه ریشه همون یکه حتما، اون یکی ریشه همون هم از رابطه سی به روی آ، یعنی مقدار ثابت تقریبا دریبه دریبه درجه دو بود. چقدر قشنگ الان بیاریم الان یکیش که یکه، پس یکی از ریشه همون یکه، اون یکی ریشه سی منفی پنج به روی آ، یعنی منهای 5 به روی 3. حل شد. چقدر سریع شد. چی قشنگ. چقدر سریع شد. چی قشنگ. خب الان من دیگه همین معادله رو میخوام با این روش حل بکنم. باید شرطش باشه. نمیشه دیگه. شرطش باشه. خب بذاریم الان مثلا این معادله پایینیه. 3x علاوه 5x علاوه 2. الان جمع اینا صفر نمیشه. باش تو ببینم. 3 و 5 8 و 2 نه. پس این روش بالایی رو دیگه روی نمیشه اجرا کرد. ولی یه ارتباط دیگه ای میشه بینشون پیدا کرد. بذار من بگم. جمع این دوتا شد وسطی. دقیقا. یک ارتباط یعنی دیگه ای بود. یعنی ضریب درجه دو با ضریب ثابت رو جمع کردیم شد ضریب درجه اول. یا به بیان ریاضی میتونیم بگیم آ رو با سی جمع کردیم. جمع کردیم شد بی. بی. با
با همون علامت هم باید در بیاد دیگه. دقیقاً برابر. دقیقاً یعنی نه که جا منفی 5 باشه دیگه، باید دقیقاً همون عدد به دست بیاد. دقیقاً برابر. خیلی خوب. پس خب حالا الان آ به علاوه سی شده بی، به چه دردی میخوره؟ بازم یه حالت خاصه. ندید میگیم یکی از ریشه هامون منفی یکه. اون بالایی میگو اون یک بود. خب اون بالایی میگو سی آم، اینجا میگه منفی سی آم. خیلی شبیه هم اینا. آها، پس الان چون جمع آ و سی شده بی، یه ریشه مون منفی یکه و یک ریشه منفی سی به روی آ، سی مون دوه، منفی سی به روی آ میشه منهای دو به روی سه. به نظرم بیاید این دوتا رو یک تصویر ببینیم. الان هم نکاتش تو تصویر هست و هم خود معادله ها یه مرور کنیم. بالاییه بذار من هایلایت ها رو پاک کنم. آقا مرخا بریم. اگر مجموع ضرایب آ و بی و سی جمعشون بشه صفر، یه ریشمون یکه، حتما یک ریشه سی آ. اگر مجموع، من خودمونی میگم، مجموع طرفین بشه وسطی، یا در واقع اگه آ و سی جمعشون بشه بی. یه ریشمون منفی یکه، اون یکی ریشه منفی سی آ، یعنی انگار همونه فقط یکیه منفی گرفته. بسیار عالی. من اول استفاده از این نکات باید این شرایط برقرار باش. که اتفاقا میفته دیگه، پیش میاد آخر تست میتونی زمان رو صرفه‌جویی کنی و سریع حلش کنی. ولی واقعا دانشجو باید هم روش اصلی ها رو بلد باشه، هم اینا رو بلد باشه. ایراد اینا اینه که تو همه معادله جواب نمیده. ایراد روش اصلی هم اینه که زمان بره. پس تو باید تلفیق اینا رو بلد باشی و تصمیم بگیری کدومش رو کی به کار ببری. تموم شد روش حل معادله درجه دیگه. حل معادله دیگه همین روش ها رو داشتیم، همینا بود. از بیستش بگیم بابا، تند بگیم بابا، بگیم سری بدیم. اسم روش اول چی بود؟ دلتا یا روش کلی؟ کلی. دلتا فارسیش چی بود؟ مبین. بس سه حالت پیش میومد. دلتا بزرگتر از صفر یعنی مثبت، دلتا کوچکتر از صفر یعنی منفی، و دلتا مساوی صفر که نه مثبت نه منفی. خب هر کدوم اینا بحث داشت. اگه دلتا بزرگتر از صفر بود، دو ریشه حقیقی متمایز داشت که اون دو تا ریشه رو چه فرمی به دست می آوردی؟ منفی بی به اضافه منهای رادیکال دلتا به روی دو آ. اگر دلتامون صفر بود چی میگفتیم؟ منفی بی به روی دعا دیگه، به اضافه منهای اون در واقع یه ریشه به ما میده که در واقع دو تا ریشن که بر هم منطبق شدن، دقیقاً با هم برعکس نمودار تابلوی دو میگیم، یا این دو تا ریشه رو هم دیگه منطبق شدن. بله. پس دو ریشه مساوی یا یک ریشه مضاعف. اگه دلتا منفی میشد چی میگفتیم؟ دیگه اصلا ریشه حقیقی نداشت. این روش کلی. روش بعد اومدیم گفتیم آقا تو برخی از معادلات درجه دو میتونیم به کمک فاکتورگیری یا اتحادها هم به جواب برسیم. حالا اگر سیمون مساوی صفر بود از چرا میشه استفاده شد فاکتور بگیریم از ایکس بخاطر حتما یه ریشمون هم صفر شد، اما ممکنه سیمون صفر نشه و میتونستیم در صورت امکان از اتحاد جمله مشترک یا مربع بریم که این مستلزم اینه که روی اتحادها مسلط باشیم. خب بعد از اینکه ما تجزیه میکردیم تبدیل شد به عامل های ضرب. بعد هر کدوم بعد جدا اگه ضرب دو تا عامل صفر بشه هر کدوم برابر با صفر قرار میدیم، بنابراین هر کدوم یه ریشه به دست میده. بسیار خوب. و اگر با اتحاد مربع حل می‌کردیم معادله ها رو، دو تا پنده عین هم می‌شد، دو تا ریشه یکسان که می‌شد همون ریشه مضاعف. ریشه مضاعف. بعد روش سوممون هم روش ریشه زوج بود که ما یه عامل درجه دو داشتیم و یه عدد ضریب ثابت که در واقع این ضریب ثابته مثلا علامتش با اون عامل درجه دو مخالف می‌بود که اینو می‌بردیم اون طرف، بعد اینکه توان دو از بین بره از طرفین ریشه می‌گیریم، این ور توان دو می‌پری اون ور مثبت و منفی. خیلی مهمه، دارم هرس می‌خورم آقای امیر، خیلی مهمه آخه جوابش کامل عوض میشه اگه ننویسی. آره مثلا دانشون مثلا در میاره مثبت است، مثلا بعد بنویسه مثبت و منفی است، میشه مثبت است، بعد همون اساسا هم تو گزینه هست میزنه ولی جواب اون ولی ممکن طرح طوری تنظیم کرده باشه که جواب بشه منفی است و منفی است تو گزینه هست، بعد اونو بزنه این اتفاق رخ میده. بعد روش بعدی روش مربع کامل که خودت بری گفتیم اگه x دو ضریب داشت کل معادله رو به اون ضریب تقسیم می‌کنی، بعد ضریب ثابت رو می‌بریم اون برای تساوی، بعد ضریب x رو که اصلا بهش گفتیم b چیکارش می‌کردیم؟ نصفش می‌کنیم، بعد به توان دوش می‌بریم، بعد عددی که به دست می‌آوردیم به طرف اضافه می‌کردیم، به این ور و این ور اضافه می‌کردیم.
و سمت چپ حتما چی میشد؟ مربع کامل. سمت راست هم که یه عددی میشد. وقتی این ور میشه مربع کامل، یعنی توان دو داره دیگه. توان دوش چیکار باید بکنی؟ وقت ریشه گیری رو هست که قبلا یاد گرفته بودیم. این ور توان دوش میپره اون ور. برم مثبت و منفی رادیکال حالا. بعد اینجا هم گفتیم که اگه مجموع ضریب بشه صفر، یه ریشه‌مون یک حتما. اگر ضرایب طرف این جمعشون بشه وسطی، یه ریشه‌مون منفی یک و اون یکی منفی سی به روی آبابا. بریم ببینیم چی داریم آقا. آقای مرخا یه پله رفتیم بالاتر کلا. آره اصلا رفت یه داستانه دیگه. این ریشه ها داریم دیگه نکته بازی می‌خوایم بکنیم. تا همینجا هم نکته گفتیم. بله. دیگه خود بیشتر نکته بازی کن. اینا مثلا گاهی اوقات ما خیلی اصراری نداریم، یعنی طراح تست و طوری طراحی کرده که لزوما اصراری نداره برای حل معادله درجه دوم. یه داستان دیگه گاهی اوقات پیش میاد که ما از اینا استفاده می‌کنیم. البته اینا هم تو حل معادله درجه دوم کمک می‌کنه. گفتیم اینکه معادله درجه دوم استاندارد فرمتش از آیسو ولی ویکتور برای مثال بر که آو و بی و سی اعداد حقیقی هستن، هر عددی میتونن باشن، فقط آ نمیتونه صفر باشه ولی بی و سی میتونن صفر باشن، اشکالی هم نه. خب یک معادله درجه دوم که دو ریشه حقیقی داشته باشه، ما ریشه ها رو میگیم x1 و x2. این یک و دو معنی اولی و دومی نه، فقط دو تا میخواد بگه آقا دو تا ریشه داریم. حالا بین این دو تا ریشه و ضرایب، یعنی آ و بی و سی، یک سری روابطی برقراره که ما اونهایی که مناسب ما بچه انسانی هستن متناسب با کنکورمون هست میخوایم بگیم، اگر نه از اینا فکر کنم زیاد داره. آره. یک صفحه کامل شاید بچه های رشته‌ای تجربی بلد باشن ولی برای ما همین چند تا کافی. اولش مجموع ریشه ها. مجموع ریشه ها یعنی ایکس که برمه یه ایکس دو. چه ارتباطی با ضرایب داره؟ منفی بی به روی آ. یعنی جمع ریشه های ما میشه منفی بی به روی بی به روی دو آ. چی بود؟ اون برای حل معادله بود توی دلتا. خود آها. ایکس به دست میومد. آها و زمانی از اون استفاده میکردیم که دلتامون برابر با صفر بودش مضاف به دست دانش آمود. آقا من گیت شدم دیگه چی کارت کنم؟ اون بعد اینا رو توی کاغذ بنویسی یه تمرین بکنی که حفظش شد. همین دوتا هم هست دیگه، حالا سومی هم وجود نداره. یا میگم ضرب ریشه ها یعنی ایکس دیه که ضرب در ایکس دو، رابطه شیه سی تقسیم. آقا حالا اون بالا هم مستی داری ها داشتیم آقا. این هم همین دوتا هست بقید حالا یکی دیگه هم. پس جمع ریشه ها یعنی ایکس که برای ایکس دو میشه منفی بی به روی آ. ضرب ریشه ها یعنی ایکس که ضرب ریشه دو میشه سی به روی آ. حالا وقتی دانش آموز زیاده گیر میده میگه آقا من گیج شدم، اون موقع معلم مجبورن که خود اولات بگن یه چیزایی در مثلا میاد اینجا میگه آها اینو دارم بگم. جمع ریشه ها اسم داره بهش میگیم اس. ضرب ریشه ها اسم داره بهش میگیم پی. حالا اسمی خیلی آره مهم نیستم ولی تو نکته که در ادامه میگیم به درد اون میخوره. پس مجموع ریشه ها یعنی x که بعد به x2 که بهش میگیم s فرمول داره منفی b به روی a. ضرب ریشه ها که بهش میگیم p فرمول داره میشه c به روی a. سیار بویا سیار اس بده منفی a. ای بابا آره خانواده پای تصویر ای بابا پویا میدونی کیه؟ کیه پویا؟ سوید پویا کیه؟ میدونی؟ واقعا نمیدونی؟ بهشتی آقای بهشتی آقای بهشتی دوست عزیز من استاد اقتصاد روانشناسی عاشقشم ولی خب باش شوخی هم دارم، حتی شوخی های اون که خیلی با من تونترم هست. پویا سیاه سیاه هم نیست بنده خدا دیگه، ما ازش داریم استفاده ابزاری میکنیم. پویا سیاه اسم بده من بیام. آره هر وقت میره شیطنت میکنه این برای کلانتری میگیرتش اسم دیگه تو رو خدا بیانه نجات بده چی کارش کنیم دیگه. بریم آقای من این هایلایتی ها رو پاک کنم پر خلوت چه و سومی تبازل ریشه. آقا ما مجموع ریشه رو گفتیم، حاصل ضرب ریشه، ضرب ریشه هم گفتیم، تفاضل ریشه ها. ولی چرا از واژه قدر مطلق استفاده میکنیم؟ نمیدونیم کدوم بزرگتره کدوم کوچیکتره. آها جمع خاصیت جابجایی داره یعنی مقدارش تغییری نمیکنه، ضرب خاصیت جابجایی داره یعنی مقدارش تغییری نمیکنه، ولی تفاضل خاصیت جابجایی نداره. یعنی اگر
یکی رو منهای یکی بکنیم بشه 5، حالا اون رو منهای بکنیم میشه منفی 5. ما که نمیخوایم دو تا فرمول بگیم، پس میگیم آقا ما مثبته، یعنی بزرگ منهای کوچیکه مورد نظرمونه. پس این قدر مطلق تفاضل ریشه ها یعنی مثبت مورد نظر. مثبت. خب بعد فرمول داره، فرمولش چیه؟ رادیکال دلتا به روی قدر مطلق. چون رادیکال دلتا که قطعاً اون که مثبت حتما آوری اگه منفی بود توی قدر مطلق بودم مثبت. من به نظرم این نسبت به دوتای دیگه خورد بیشتر وقت ما رو آره بلکه این صورتش یه بی دومین های چهار رو باید حساب بکنی داریم داخلش. خیلی خب بریم مثال حل کنیم بچه بتا. من خیلی سریع با هم دیگه مرور کنیم. مجموعه ریشه ها اسم داشت، اسمش چی بود؟ اس بود. فرمول داشت، فرمولش منفی بی به روی آ. ضرب ریشه ها اسم داشت، اسمش چی بود؟ پی. فرمولش چی بود؟ سی به روی آ. تفاضل ریشه ها مقدار مثبتش مورد نظر ما، اسمم نداره، اسم خاصی نداره، اون قزن فرج که دلت میخواد. بعد فرمولش چی میشه؟ رادیکال دلتا به روی قدر مطلق. این مثل مثبت منفی مهمه. آره. قدر مطلق مهمه دقیقاً. پویا سیا اسم بده من بیام. این هم خودتون برید براش یه چیزی بسازین دیگه چه خودتون بگید. خب من اینا رو از تصویر خارج میکنم که ذهنی بریم. بریم حتما یاد گرفتن بچه این معادله رو داده خب. آره من خب اینو شما بلدی یا نه بچه که بلد. اول آب و بیوسی رو برای من شناسایی بکن. آمون که دوه. بله. بیمون. بیمون هشته. بله. و سیمون هم پنج. فرض کن طراح اینو به ما داده، پیش میاد طراح اینو به ما داده یا در واقع تستی داده ما به این رسیدیم، حالا به ما گفته مجموع ریشه ها رو تعیین کن. این اتفاق اتفاقا تو کنکور رایج هم هست. مجموع خب یه رایجه که دانش آموز بره با روشایی که ما پیش از این بهش یاد دادیم این معادله رو حل کنه، ریشه ها رو به دست بیاره، بعد با هم دیگه جمع کنه. ولی وقتی طراح خود ریشه ها رو نمیخواد، فقط مجموعه ریشه ها رو میخواد، ما هم رابطه داریم. مجموعه ریشه ها اسم داره. حتی ما تو کنکور لزومی نداره اسمش رو بنویسیم. پس فرمولش رو دفعه بگو دیگه. منفی بی به روی آ. خیلی هم عالی. بی مون هشته، پس بعد نمیسی منفی هشت. بله. دو. دو که میشه منهای 4. یعنی اگه حل کنیم جمعشون کنیم میشه منفی 4. یعنی الان نمیدونم ریشه های من چندن، اما میدونم که جمعشون میشه منفی 4. ضرب ریشه ها. بودو بابا جون. خب ضرب ریشه ها بازم اسمش مهم نیست، بدونید که سی آم سی چنده؟ 5. آمون چنده؟ 2. همین 5 دوم. حالا 5 دوم یعنی ریشه ماه؟ نه، اون دوتا ریشه رو ضرب کنیم میشه 5 دوم. ولی خودشون چندان خود ریشه رو نمیدونیم، ما معادله رو حل نکردیم. خواسته از همون دیگه. خب حالا اگر قدر مطلق تفاضل ریشه رو بخوان، یعنی قدر مطلق x2 بنای x1 یا قدر مطلق x1 بنای x2 اصلا فرقی نمیکنه، بود رادیکال دلتا به روی قدر مطلق آ. آمون که از قضا اینجا مثبت هست دیگه، همون درجمون که میشه 2. دلتا رو باید حساب کنیم، نمیخوام اینجا حساب کنیم، اینجا حساب کنیم. فرمول دلتا چی بود؟ بی دو منهای 4 آستی. بیمون چقدره بابا؟ 8. ذهنی بریم دیگه، به توان 2 میشه 64 منهای. آمون چقدر بود؟ 2. دو. سیمون چقدر بود؟ 5. اینا رو ب... دو پنج تا ده تا چهار تا ده تا چهل تا چهل تا شست و چهار منهای چهل هم میشه بیست و چهار. دلتا همون شد بیست و چهار، جذر کامل نداره، گریه کنیم نه نه همون ما میتونیم رادیکال بیست و چهار. خب یاد باشه میتونیم نیاز باشه میشه ادامه ادامه بدیم. مخرج اون که دوه ها. بله. بیست و چهار رو چی بنویسیم؟ اگه بخوایم مربع کامل در بیاد 4 ضرب در 6 میتونیم بریم. خب 8 ضرب در 3 هم که میشه 24 که. نه مربع کامل. آها میتونیم جذب. نه 8 چی میشه جذب گرفت؟ الان از 4 میتونیم جذب بگیریم بیاد بیرون. میشه 2. ننویسم مثبت و منفی؟ نه. اون چه بود مثبت و منفی میذاشتیم؟ اونجا ریشه داشتیم. آقا من گیج شدم. اونجا ریشه داشتیم. اینجا داریم رادیکال. خب رادیکال 4 میشه 2. اون رو میمونه 6 پایین هم بریم 2. خب استادم رادیکال 6 چی قشنگ، یعنی اون دوتا ریشه مقادیری هستن که وقتی منهاشو میکنیم رادیکال 6 بده. پس احتمالا خود ریشه ها هم عدد صحیح نبودن، حالا شاید یکیشون صحیح بوده ولی قطعا یه رادیکالی توشون بوده. یعنی میخواستیم حل کنیم ریشه ها رو به دست بیاریم بعد منها کنیم، خیلی عالی. اینجوری خیلی بهتر مرور کنیم. مجموع ریشه ها اسم داشت، بهش چی میگفتیم؟ اس.
فرمول داشتی بود منفی بی به روی آ، ضرب ریشا اسم داشتی میگفتی پی، فرمول داشتی سی به روی آ، پویا سیا اسم بده نخه به من اسم بده، اسم بده مندی آقا بعد قدر مطلق تفاضل، تفاضل قدر مطلق، قدر مطلق تفاضل ریشه تفاضل قدر مطلق ریشه ها اسم نداره، اسم خاصی ولی فرمول داره. چی بود؟ رادیکال دلتا بری قدر مطلق آ، قدر مطلق آ. بریم بریم تموم نشود نه آخرش یکی دو تا کار دنیا برعکس شده، گرفتار یعنی ما الان تقریبا یک ساعت و نیم معادله درجه دوم میگیریم، حل میکنیم، ریشه تحویل میدیم به شرط داشتن ریشه. بله. حالا میخوایم برعکس عمل کنیم، ریشه بدیم، ریشه معادله، معادله تحویل بدیم. ای بابا. آره. یعنی ریشه ها رو داریم، معادله نداریم. تا حالا معادله بهمون میدادن، حل ریشه کردیم، ریشه به دست بودیم. حالا ریشه بهمون دادن، میخوایم حل کاری کنیم، معادله رو بهش روش داره. من روش اینجا نوشتم. بسیار خوب. خارج کنم چون شما بسید که بلدی نه؟ بله. بذار ببینم. خب. برای این داستان یعنی که ما ریشه های معادله رو داریم ولی خودشو نداریم، پیش میاد تو کنکورم داشتیم، تست کنکورم داشتیم و حتما باید بلد باشیم. ما ریشه های یک معادله رو داریم ولی خود اون معادله رو یا صورت معادله رو نداریم و میخواییم اونو به دست بیاریم. دو تا روش وجود داره که این روشی که الان من آقای مرخا میخواییم بهتون بگیم کاربردی تره، کنکوری تره، به ویژه با عددهای بیریختی که معمولا توی تستای کنکور میدن و من توی نکته و تستم اتفاقا یه تست با عدد بیریخت براتون گذاشتم که اصلا با اون روش اذیت کننده خواهد بود. خب ما الان به ما گفته معادله درجه دوم تشکیل بدید که ریشه هاش مقادیر 3 و 5 باشن، یعنی در واقع ما میخوایم اینجا یه معادله بنویسیم که این معادله اگه حل بشه یه ریشش خواهد شد به اون یکی ریشه خواهد شد پنج. ما این معادله رو میخواییم به دست بیاریم. بسم الله چیکار کنم؟ خب چون که دوتا ریشه رو داریم ما اس رو میتونیم راحت پیدا کنیم، پی هم میتونیم پیدا کنیم، قانونه یه فرم کلی داریم. بله. پس اول چون ریشه رو داریم چی به دست بیاریم؟ مجموع ریشه با اون فرمول منهای بی به روی آ بریم؟ نه دیگه ریشه رو دو ریشه رو ما هم جمع میکنیم، فرمول ما موقعی بود که ریشه رو نداشتیم، حالا ما ریشه رو داریم، پس این دوتا ریشه رو با هم دیگه جمع میکنیم و میشه 8. به این میگفتیم اصطلاحا بعد چی کار بکنیم؟ میتونیم ضربشون کنیم، پی رو بنویسیم، پی رو به دست بیاریم، 3 5 تا میشه 15 تا، به اینا میگیم پی. خب یه فرم کلی داریم x2 منهای sx به علاوه p، یعنی اینم قانون، اینم قانون مخصوص اینجور موارده. بله. این دو تا ریشه رو داریم، داریم و بخوایم معادلش رو میشه x2 sx به علاوه p مساوی 0، همچنین منهای sx. بله. منهای sx به علاوه اثبات داره دیگه این، البته بله. با اتحاد جمهوری مشترک اینا قابل اثباته، ولی حالا ما اینو حفظ میکنیم. خب الان این دو تا این عددو x2 که همون x2 تو، یعنی میشه x2 بله منهای اس، اس هرچون 8 ایکس، اسمون 8 بوده، با این منهای پشتش میشه منهای 8 ایکس. بله. به علاوه 15 رو جایگزین کنیم، پی هم که 15. حالا اگه پی منفی در میومد چی؟ هرچی بود می نویسیم منهاش بوده چه فرقی، چون مثبت یه علامت خنثی دیگه، ولی اینجا الان پی مون مثبت شد، ایکس اون 8 ایکس علاوه 15 برابر با 0. یعنی اگر ما این معادله رو حل کنیم یه ریشه‌مون 3 میشه، چه قشنگ؟ 5 به دست. مرور کنیم. خب ریشه های معادله رو داریم، میخوایم معادله معادله رو به دست بیاریم. اول اون دو تا ریشه رو با هم جمع میکنیم یه عددی میشه. اس. اون عدده میگیم اس. بعد اون دو تا ریشه رو در هم دیگه ضرب میکنیم یه عددی میشه بهش میگیم پی. بعد این اس و پی رو تو یک معادله میذاریم. من مقابلش وایستم شما نبینید. چی بود معادله؟ x2 منهای اس ایکس علاوه مساوی 0. معادلمون تشکیل میشه. بسیار عالی. دیگه ریزدکاریاشو میخوام تو نکته تست بگم. روشو که یاد گرفتم. یه روش کلی داره. تدریسش هم. معادلات کسری یا گویا. عملاً ما بدنه اصلی ماجرا رو گفتیم. چه مراحلی طی کردیم؟ شناسایی معادله درجه دوم، تشخیص ضریب آ و بی و سی،
بعد اومدیم حل معادله رو گفتیم، چند تا روش مختلف که بارها اسمش رو امروز مرور کردیم، دلتا گفتیم، روش اصلی، تجزیه گفتیم، ریشه گیری گفتیم، مربع کامل گفتیم، حالات خاصی که مجموعه ضرایب و اینا بود. بعد اومدیم گفتیم که حالا بین ریشه های معادله درجه دوم و ضرایب ارتباطاتی وجود داره، یکی مجموعه ریشه ها، ضرب ریشه ها و تفاضل ریشه ها که البته قدرها تفاضل ریشه ها. و بعد اومدیم به کمک ریشه ها بتونیم معادله رو بدیم. عملا تستای کنکور، همه تست کنکور سال گذشته میریم بررسی کنیم تو همین مرحله بودن دیگه. ناشد ممکن میگم خب خیلی ساده است که بالاخره با عددهایی که میدن و بعد تلفیق این نکته ها و اینها یه مقداری کار سخت میشه که اصلا دلیل شما برای حضور تو نکته و تست همینی که به اون تست ها اشراف پیدا بکنید. خب به چه معادلاتی میگیم کسری؟ هر معادلی که توش کسر باشه میگیم کسری؟ کسر باشه ولی حتما توی مخرجش متغیر یا مجهول داشته باشه. آها. عدد خالی باشه ولی میشه گویا معادلات کسری، یعنی که تو مخرجشون متغیر یا متغیری وجود داشته باشه. حالا یا ممکنه مثلا بی بذاره، ام بذاره، بالاخره باید متغیر باشه دیگه. بستگی به این که ما چند تا کسر داشته باشیم تکنیک های مختلف میشه به کار بود. بله. اما تکنیک اصلیش اینه که ما باید اول اون معادله رو از حالت کسری خارج کنیم به هر طریقی که میتونیم. دو تا مرحله تو همشون میشه این کار رو کرد. یکی این که اول اون کسرهایی که بینشون جمع یا تفریقه اگه وجود داشتن بله. چی کار کنیم؟ مخرج مشکل بکنیم، یعنی یکیشون کنیم. یکیشون کنیم. حالا چون معادله هست پس تساوی داره. بله. حالا اون کسرهایی که دو طرف مساوی هستن رو چی کار بکنیم؟ طرفین. اگه تساوی نبود یعنی داریم. هر سوالی به ما بدن قطعا ما با این دو مرحله میتونیم معادله را از حالت کسری تبدیل به یک معادله می‌کنیم که آره شبیه خطی باشه، حالا با تابع خطی و خشا گرفته باشه توی خط باشه دیگه، یا واقعا مخرجمون یک باشه. بعد دیگه میریم برای چیزی که تا الان یاد گرفتیم، معادله رو اول بچه‌ها کنیم، مرتبش کنیم، بعد به هر روشی که بلدیم حلش کنیم. فقط یه چیزی رو باید حواسمون باشه آخرش که جواب مراقب باشیم، این جوابایی که به دست میاریم مخرج رو، مخرج کت رو صفر نکنه. اگه صفر کنه چه اتفاقی میفته؟ قابل قبول، جزء جواب حساب نمیشه. آقا مهرخا الان دانش آموز اینا رو حفظ کنه میتونه تست حل بکنه؟ نه دیگه، باید بره تمرین انشای برد. آره انشای. آره قراریستش که اگه قبول ریاضی اینجوری یاد بگیم حتی بریم مثال حل کنیم. بریم مثال بریم. من برای مثال آقای مرخا دقیقا تمرین کتاب درسی رو بله بله تمرین کتاب درسی دقیقا. اگر موافقی با اون روش که الان گفتیم بریم، ما گفتیم اگر بین دو تا کس علامت جمع یا تفریق باشه من مخرج مشترک بگیریم یکی بشه. من اینجا در واقع دو تا کس میبینم، اون یکی هم کسه، مخرجش یکی دیگه. آره دیگه، پس یکی کمه مخرجش الان یکه، یعنی یکی کمه. ممکنه بعضی بگن خب اون یکی کسر رو بیاریم این ور یک رو ببریم اون ور، هیچ اشکالی نداره، میشه اونجوری. ولی ترجیحاً سعی کنیم که ضرایب منفی نباشن، راحت. پس الان این تیکه که دورش مستطیل کشیدیم میتونیم مخرج مشترک بگیریم. دقیقا. خب مخرج مشترک رو الان مخرج مشترک رو چی انتخاب بکنیم؟ خود 10 به اضافه ام، 10 به علاوه ام. حالا صورت این که طبق قانون مخرج مشترک باید تو مخرج اون یکی ضرب بشه که میشه در یک انگار خودشه میشه 24. 24 به علاوه که این علامت بذاریم صورت این کسر هم باید توی مخرج یک کسر بشه که میشه 10 به علاوه ام. اینجا من استدلال میگم آقای مرخا ببخشید، خیلی وقت پیش میومد که دانش آموزا به من میگفتن که آقای معزاده من صفر صفرم، نکته تست تو به درد من میخوره. اگه داری این ویدیو رو میبینی که و این سوال از من پرسیدی میدونی که من تا هر موارد گفتم نه. بس این داریم ما صفر رو چی معنی بکنیم؟ اگه واسه تعریف تو از صفر اینه که آقا شما اصلا از سال دوم دبستان چی بلد نیستی، خب من چجوری میتونم سه ماه مونده به کنکور تو رو برای کنکور آماده بکنم؟ من نمیتونم. همکارانی هستن که ادعا میکنن میتونن، اشکالی هم نداره، توانندشو دارن، من ندارم. شما داری؟ خاصی بعدم یه جای من من نه. یه واسه صفر معنیش اینه که آقا من مباحث سال دهم یازدهم دوازدهمو بلد نیستم. حالا من آقای مرخا اومدیم اینجا که دست پایه الان داریم.
دیگه ما در این حد میتونیم مخرج مشترک رو یک مرور بکنیم. دیگه اینو برگردیم به سال 50 و دبستان، مخرج مشترک رو دوباره درس بدیم. من اون صفر رو نمیتونم کاریش بکنم. خب ما مخرج مشترک خب گرفتیم. اون برم که داریم 24 به روی 10 منهای این ور رو میشه صورتش رو لاقل میشه. آره حداقل اون دو تا عدد با هم آره جمع میشن دیگه. دیگه برای اینکه خیلی شلوغ نشه همینجا جمعش میکنیم که 24 به روی 10 میشه 34. پس بچه شما سرجاست کنکور هم میکنم. شما دیگه اونجا نمیتونید پاک کنین دیگه. شما روش یه خط میکشید. حالا الان دوتا کت شد. بله. که بعد که ادامه بدیم که یه الگو برای مخرج مشترک بگیریم. بگیم زمانی که حالا مخرج ها عامل یکسان هم نداشته باشن. عامل تجزیه یکسان. مثلا داریم آ به اون به علاوه یا منهای سه به اون و این به اوده هم عامل تجزیه یکسانی نداره. مشترکی ندارن. خب پیشنهاد چیه که مخرج مشترک رو چی انتخاب بکنیم؟ همون بیدی دیگه. بیدی به علاوه منها رو که اون وسط میذاریم همونجوری. بعد چی کار میکنیم؟ صورت اون در مخرج این و عادی اینجا می‌نویسیم و این شبیه طرف این وسط اینه یه جورایی ولی ربطی به اون نداره. کار شبیه هم یعنی میگیم چی؟ عادی به علاوه یا منهای بی سی یا سی بی. این الگوی مخرج مشترک. خب حالا اینجا گفتی چیکار کنیم؟ الان اینجا طرف این وسط این کنیم. خب بیا حالا که ما که داریم الگو بینیم برای طرف این وسط این هم یه الگو بینیم. بریم آ به روی بی مساوی سی به روی دی. چه فرقی با بالایی داره؟ اینجا بینشون مساوی ولی اینجا بینشون به دامن حقیقه. اینجا اینها رو به صورت پروانه‌ای در هم دیگه ضرب می‌کنیم و در طرفین تساوی قرار می‌دیم. یعنی الان من چی باید بنویسم؟ بنویسم نتیجه عادی. آره اینجا نتیجه می‌ذاریم. فرقشون اینه دیگه اون مساوی. آره عادی برابر است با 20. آره این خیلی فرق داره با این. خیلی یه تساوی دیگه. آره دیدی از یه داشتم مثلا میگه خب آقا که همونه بابا کجا همونه. من از یه وقتی مثال نمیشه میگم آقا فرض کن شما رفتی شدی مثلا مدیر بازرگانی یک شرکت گنده، اون شرکت از دین که درآمدا عجیب و غریبه، نام تلورانس مالی متوا، یو مثلا تو یه صفر چک داری می‌نویسی برای مثلا شرکت مثلا طرف حسابتون یه صفر کم یا زیاد میذاری، یه صفر دیگه میلیونش میشه میلیارد. میلیون میشه میلیارد. اصلا حالا باید بدوی تا بتی اثبات کنی اشتباه بوده. اینجوری که آقای همونه که نه خیلی من خیلی به حق میکنه. خیلی خب پس بریم طبق همین الگو الان صورت رو در مخرج. آره اگر ناراحت نمیشی اول آب این برد. 24 در 10 در بشه میشه 240. 24 در ام در بشه میشه 24 ام. حالا این ضرب ها رو بریم که بعد دونه دونه بریم دیگه، یعنی اول 34 رو تو اون دو تا ضرب بکنیم. 34 در 10 هولم نکن هولم نکن. 34 تو 10 در بشه میشه 340. 34 تو منهای ام ضرب بشه میشه منهای 34 ام. حالا به علاوه ام رو ضرب کنیم. به علاوه ام تو 10 ضرب بشه میشه 10 ام. حالا به علاوه ام تو منهای ام ضرب بشه منهای ام2. ام2 یعنی ما با این دوتا تونستیم معادله را از حالت کتری تبدیل کنیم به حالت غیر کتری. غیر کتری. خب دیگه رفتیم همونطوری که از اول کلاس تا الان یکم مرتب کنیم به چیزای آشنایی میرسیم. آره. خب اگه موافقی همه رو بیاریم این بعد چون ضریب منفی ام2 هم بشه مثبت ام2. خب اون منهای ام2 بیاد اینور میشه چی؟ مثبت ام2. آقای مرخان میخوام در واقع ذهنت رو مطالب ذهنیت رو آره به چالش بکشم. آماده ای؟ شدم بچه ها بچه ها وایستی بخندیم بهش. به به حسن آقا حالی شما چطوره خوبی؟ حسن آمد اینجا بخنده به منهای 34 ام با 10 ام چی میشه؟ منهای 24 باریکلا. منهای 24 ام بیاد اینور میشه مثبت 24 با این مثبت 24 ام رو هم دیگه میشه مثبت 48. بابا چلاشم. یعنی همه اونایی که الان روش خط داریم تا الان استاپ شدن. بله. فقط کی باید بدیم الان 340 برو. بیا دیگه میشه. منفی 340 با این مثبت 240 میشه منفی 100 مساوی 0. خیلی خوب. ظاهرش حداقل آشناست الان. دلتا میتونیم بریم. بله. روش مربع کامل میتونیم بریم. اونم حتما. مجموعه ضرایب و اینکه آب و بی و سی صفر می‌شدن رو می‌تونیم اینجا جواب نمیده دیگه. آب و سی می‌شدن بی می‌تونیم اجرا بکنیم. اونم جواب.
ریشه زوج بگیری میتونیم استفاده نه بکنیم. چون که اینجا پس ام دلتا بریم میتونیم از تجزیه استفاده کنیم. فاکتور بگیریم؟ نه فاکتور گیری نه چون که این عدد ثابت است. آها تو میگم نه اتحاد اتحاد استفاده کنیم. دو تا پرانتز باز کنیم. جمله مشترک گفتی دیگه اتحاد یعنی جمله مشترک ام ام. حالا ما دو تا عدد باید پیدا کنیم که ضربشون منفی 100 بشه جمعشون مثبت 48 بشه. دارم خیلی تابلوه دیگه. ضرب دو تا عدد که 100 بشه 52 ده و ده میشه گفت 25 ولی جمعشون و بعد 52 میشه ساخیر 50 و 2 متو 50 باید مثبت باشه چون جمع مثبت چون جمع بزرگ مثبت بزرگ بزرگ مثبت و کوچیکه یعنی 2 باید چی باشه منفی مساوی 0 دیگه نمیخوام تصویر بدم بره بالا همینجا اولین پرانتز جوابش میشه منفی 50 و دومین پرانتز جوابش میشه مثبت 2 الان میتونم با اطمینان بگم هر دو تا اینا قابل قبول یه مرحله مونده آ چی یه مرحله بعد بررسی کنیم که اینا مخرج رو صفر نکن آها پس ریشه های معادله کسری در صورتی قابل قبولن که مخرج رو صفر نکنن چون معادله اصلی ما اون بالایی بوده اصلی. اینا جواب اونه آره اینا جواب اونه خب چه کنیم الان مثلا منفی 50 بذاریم آره اونجا منفی 50 چشم بریم حالا من بچه ام بذارم منفی 50 با 10 جمع بشه کاری ندارم چند میشه صفر نمیشه الان به جای ام بذارم منفی 50 صفر نمیشه دو چی؟ دو رو هم بذاریم بازم 10 و 2 صفر نمیشه حالا اگه صفر میشد چی؟ حذفش میشه اونجا جواب ها قبول قابل قبول پس الان ما میتونیم ادعا بکنیم که معادله دو ریشه قابل قبول دارد اگه یکی از اینا قابل قبول نبود میگفتیم یک ریشه قابل یا اگه دوتاش قابل قبول نبود میگفتیم ریشه ندارد. فاقد ریشه یعنی این همه حل میکردیم بعد آخر جواب ریشه قابل اتفاقا مفتاد حتی دوتا ریشه قابل قبول نباشه نه ولی اینکه یه ریشه غیر قابل قبول باشه تو کنکور داشتیم بله. جدید هم بوده البته که این رو با این روش دیگه هم میشه حل کرد که میخوام فقط شفاهی بگم کل معادله رو تو مخرج مشترک این کسرها ضرب بکنیم بازم که... مخرج از بین میرفت دیگه حالا به روش های ویدیو برای بچه‌ای که حالا یه خورده ریاضیشون ضعیف‌تره اون روش مقداری گیج کننده است به خصوص وقتی مخرج خورده بیریخت باشن باز این یه خورده مطمئن تره بسیار عالی و من الله توفیق تمام شد همه چی گفتی آره همه حالا کاری دارن که معادله بچه‌ها خیلی از شما ممنونم باشید مثلا سلامت ببین عزیز جان این ویدیو بستگی به اینکه شما در چه وضعیتی قرار داشته باشی میتونه به شکل مختلف مورد استفاده تو قرار بگیره اگر دانش آموز یا شاگرد خود من بودی یا در محضر اساتید دیگه مبحث رو یاد گرفتی یا به کمک کتابای کمک آموزشی مثل حالا اسم نیاریم درس رو یاد گرفتی این ویدیو میتونه فقط جنبه مرور داشته باشه که اتفاقا میتونی با دور تند حتی نگاه کنی کلاسینو این امکان رو فراهم کردن دارم آره. یای میخوام میتونم بچه‌ها دور تند بذارم 2x بذارم آره فکر کنم اساس هفته من بچه‌ها اینجوری که حالا اینو 2x کردن دیگه بعد تو دور تند میتونید نگاه کنید که مرور بشه وقت کمتری هم ازتون گرفته بشه اما اگر از جمله دانش آموزانی هستید که خب با مبحث آشنا نیستید ولی میخواید بیاید تو نکته و تست ما بعد این مبحث رو بشید با دقت نگاه کنید اون تمرینی که من آقای مرخال کردیم شما دوباره حل کنید یعنی اگر یک ساعت و نیم ویدیو طول کشید اینا هم بعد حداقل یک ساعت و نیم روش وقت بذارن بعد آقای مرخال به به براشون تست همراه حل شده با خوب دانش آموزان گروه اول یعنی اونایی که درس رو بلدن شاگرد خودم بودن بدون توجه به جواب خب از تایپ خودشون حل کنن حالا ممکن آقا چون جواب زیرشه داره میبینی که گزینه استه خیلی کاغذ چیزی داره مثلا برو حل کن به گزینه استه برس آقا من میگم جواب گزینه استه میشه ادعات میشه برو به گزینه استه برس اما دانش آموزی که شاگرد ما نبوده حالا ریاضیش هم خیلی خوب نیست سعی کنه خودش حل کنه اگر نشود به راه نمایی نگاه کنه و ببینه که چه اتفاقی افتاده بسیار عالی اینا تستای تکمیلیه و دیگه 15 تا هم هست و کاملا آماده شون میکنه برای اینکه برای جلسه نکته و تست ما که مربوط به معادله درجه دومه ان شاء الله خیلی فرصت خوبی هم هست برای بچه‌ها 100 درصد میتونه فرصت کم واقعا میتونه 100 درصد ارتقا بده درصد آره. خودشو حالا من 15 تا تست هم هست کنید پونزه بعد
این هم اکثرش هم تمرین کتابه. بله بله. آره. که ما شبیه اینا رو سطح بالاترش رو توی این نکته و تستمون هم کار میشه. و در نهایت این هم برای همه به ویژه گروه اولیا. به به. حس چالشی انگیزشی. چرا چی باشم چالشی؟ چون که به سبک کنکور 1400 کنکور 1400 اومده بود سعی کرده بود که تو تستا چالش هایی بذاره که بچه هایی که فقط حفظ کرده بودن اون روشه بشکنی درس یاد گرفته بودن نتونن حل کنن درست. و ما سعی که ما یه تست چالشی برشون گذاشتیم. حالا چرا انگیزشی؟ تو ممکنه 1401 هم آره ایم. یعنی من اینو به عنوان تست احتمالی کنکور 1401 بسیار عالی هم با توجه مطالبی که در این جلسه یاد گرفتید هم باید توی نکته و تست با دقت گوش کنید. و یه نکته این تو داره که ما تمام چیزی که برای حل این سوال لازم هست ما امروز گفتیم، اما توی نکته و تست هم روی اون نکته به صورت یه موضوعی که تو خود 400 فریبنده بود حتی برخی معلم ها تو تله اون افتادن اون رو توی نکته و تستمون تأکید بکنیم. بسیار عالی. بله این رو حل کنم و ما انشالله این مبحث رو قراره که 29 فروردین اشتباه نکنم بله ما قراره نکته تستمون رو برگزار بکنیم. یه بچه‌ها تا قبل از اون اینو دیده باشن و سعی کنن آره نکته تستم ببینن بعد از نکته تستمون زیر اولین پستی که من تو صفحه اینستاگرامم میذارم میتونن بیان و جواب این تست رو اعلام بکنن. حالا جایزه‌شون رو ان شاءالله توی کنکور خواهند گرفت. بسیار عالی. آره این هم دانش آموزی ما. خیلی ممنون از حضورتون آقای خیلی از سلامتون ممنون باعث شد که کلاس ما این مقداری تدریس انرژی به انرژی جوانی شما در واقع مضاعف بشه. ممنون از شما که این کلاس رو دنبال کردید و انشالله مباحث بعدی رو هم به همین صورت دنبال میکنیم. انشالله اگه آقای مهرخان افتخار بدن تشریف بیارن که چه بهتر. مراقب خودتون باشید. به خانواده محترم سلام برسونید. منتظر دیدار شما توی نکته و تست مربوط به مبحث معادله هستیم. مخلصیم استاد. قربان شما. خدافظ.